وقت بخیر. به یکی دیگر از برنامه های گپ و گفت های بین رشته‌ای خوش آمدید. انتشار کتابی به نام دانشنامه هزاره در این روزها باعث انتقادات فراوانی شده است. بسیاری در انتقاد از این کتاب در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را منتشر کردند. همچنین بسیاری نیز در دفاع از این کتاب قلم زدند. در برنامه امروز ما همراه با آقای حسن علی عدالت در مورد این کتاب صحبت می‌کنیم که وضعیت و دید منتقدان و همچنین مدافعان کتاب را بررسی خواهیم کرد. آقای عدالت عزیز، به برنامه گپ و گفت‌های بین رشته‌ای خوش آمدین. در ابتدا اگر سلامی درودی دارین بفرمایید. تمام شنوندگان محترم هستم، آقای میرزار در خدمت شما. خیلی خوش آمدین به برنامه. ابتدا اجازه بدین ما از امی معرفی ای کتاب شروع بکنیم. میتونین یک معرفی از کتاب دانشنامه هزاره ارائه بکنین که ای کتاب چی هست و چرا باعث ای همه جنجالات شده؟ خدمت شما و شنوندگان محترم عرض شوه که در حدود چند سال قبل یک تعداد از دانشمندان و اندیشمندان هزاره گردی هم جمع شدن تا اینکه دانشنامه هزاره را بنویسند. دانشنامه هزاره همونطور که از نامش پیداست، این یک گام بسیار متین، یک گام استوار، یک گام بسیار خوب در راستای معرفی هزاره ها هم به جامعه افغانستان و هم در سطح ملی و بین المللی منطقه و جهان بود. این هدف زی بسیار هدف مقدس بود، به خاطر که هم شما هم تمام شنوندگان محترم میدانن که تاریخ هزاره ها را قصدن تعریف کردن. این تاریخ و هویت هزاره ها را در یک 130 سال آخر انکار کردن. نه تنها انکار کردن که تقریبا از جامعه هزاره انسان زدایی و هزاره زدایی کرده بودن. بناهن با این دیوار زخیم، با این تبلیغات بسیار خشین که علیه هزاره ها بودن، یک تعداد از فرهنگی های کشور، یک تعداد از دانشمندان تاریخی کشور تصمیم گرفتن که بگذارید روایت و قرائت هزاره ها را آنگونه که در تاریخ بودن از عادت سی هزاره ها ما برای هزاره ها، برای منطقه و جهان ایره معرفی کنیم که هزاره ها آن چیزی که معرفی شده از جانب کسایی که علیه هزاره ها تبعیض روا داشته باشند، او ذهنیت درست نیست. او ذهنیت انکار است، ذهنیت نفی هزاره است. بناهن ما قصد داریم که آن چی هزاره، آن چی و آن کسی که هستن ما در جامعه بین المللی، هم در جامعه افغانستان، هم برای نسل آینده هزاره ها معرفی کنیم. یعنی در بطن از این کار یک هدف و یا اهداف شریفانه وجود داشتن که را آغاز کردن. بسیار خوب. اجازه بدم پیش از این که بریم به صورت جزئی در مورد کتاب صحبت بکنیم، ابتدا در مورد یک مسئله صحبت بکنیم و او تفکر انتقادی هست. ای که ما یا افراد برای ای که یک پدیده را، حالا این میتونه کتاب باشه، یک نظریه باشه یا هر چیزی، بخواین درست سنجش بکنن، نیاز دارن به یک تفکر انتقادی که بیاین مسئله را از زوایای مختلف با در دست داشتن منابع مختلف بیاین بررسی بکنن تا بدانن که این کتاب یا این سخن یا این تئوری یا هر چیز دیگه شبیه از این آیا صحت داره نداره و چقدر مثلا میتونه صحیح باشه. به نظر شما در جامعه هزاره وجود تفکر انتقادی بین مردم هزاره چقدر اهمیت داره؟ خدمت شما و شنوندگان محترم عرض شده که تفکر انتقادی در هر جامعه وجود داره و باید هم وجود داشته باشه. تا
تفکر انتقادی در راستای اصلاح جامعه و در راستای اصلاح آثار نویسندگان است. یعنی این پالایش میکنه، آرایش میکنه، این بهتر میسازه، این کدام چیزی بد نیست. متاسفانه در افغانستان برداشتی بعد از انتقاد شده، در حالی که مثلا اگر عرفای نادرستی مرکن، هر انسان خطا میکنه، هر انسان، ما، شما و هر کسی دیگه، اگر یک آدمی میایم میگوید که حرف شما از نظر ما دقیق نیست، شما در این موضوع اشتباه کردید، نباید ما عکس العمل منفی نشان بدیم. اگر ما آدمی درست است، باید بگویم استقبال کنم، بگویم خانه تا باد. دقیقا انسان، هر انسان خطا میکنه، من دمی ساعه خطا کردم، ما خطای خود اشتباه میکنیم. در یک بیاییم که در جامعه هزاره نقش جایگاهی داره، خوشبختانه در سالهای آخیر، خصوصا در 20 سال آخیر، جامعه هزاره به کلی دیگرگون شده. یعنی جامعه هزاره بسیار یک جامعه نقاد شده، نقد میکنند. البته نقد زننده وجود داره و نقد سازش کننده وجود داره. در بسیاری جایها نقدی که چیز فهمای ازاره میکنن، نقد درست است، نقد بدون غرض و مرض است. از اینکه بگذاریم، البته ما این کار نمیکنیم، یک تعداد آدم ها قصد دشمنی داره، قصد بدی داره، قصد زی داره که یک نویسنده رو زیر سوال بیاره، بر علتی هستن میخواین که کار و آثار یک نویسنده رو بد معرفی کنن، او حرف جداست. ولی نقد اکثر کسایی که نقاد هستن، آثار میخوانن، نقد میکنن، این خوراکوش هست. و این کار در جامعه هزاره خوب پیش رفته. این بسیار قبلا هم بسیار کارهای سیاسی هزاره، آثار هزاره، گفتمانهای خود هزاره در جامعه، در درون جامعه هزاره نسبت به دیگر اقوام افغانستان بیشتری نقد وارد شده، بیشتری نقد. و امی باعث شده که نویسنده های هزاره راجع به سرنوشت خود، راجع به کتاب ها و روایت و قرائتی که بالای سرنوشت هزاره میشه اساس باشن. و از این سبب شد که دانشنامه هزاره با این عظمت بزرگی، با این عظمتی که اینا در پیش روی خود هدف قرار داده بودن، زیر ذره‌بین نقادان قرار گرفت. این نقد به خاطر دشمنی نبود، از این برداشت درست نکردن، برداشتی درست نکردن و این در یک غوغا تبدیل شد. در اصل خود نقد درست است. باید کسایی که نقد کرده بودم، کسایی که اصحاب دانشنامه هستم، از دریچه علمی وارد می شدن، از دریچه علمی و از دریچه اکادمیک بایی برخورد میکرد، نه ای که در گفتمان شخصی بود و نفر تبدیل می شد. این گونه باید نمی شد. نقد نقاد، ما منظوریم از این کسایی که واقعا نقد کردن، نه او کسایی که نه کتاب میفهمن، نه کتاب خواندن، آل با مانند سیاهی لشکر روان هستن. ولی یک تعداد نقدا را شما خواندین، ما هم خواندیم که درست دانشنامه هزاره را خواندن، صفحه صفحه دیدن و در هر صفحه از او نقد وارد کردن. مثلا مشخص گفتن که در فلان موضوع اشتباه شده، اشتباه شده. مثلا ما برای شما مثال میگم، یک نفر از بامیان است، خودش دانشمند است، محقق است، کار کرده، در نقد بامیان نوشته کرده که او چیزایی که شما در مورد بامیان نوشته کردین او درست نیست. مثلا در مورد کامرد و سیغال نوشته کرده که بسیاری قریار شما نام نبردین، مشخص نوشته کرده. مثلا در نقد بیسود، در نقد بیسود نوشته کردن اون چیزایی که شما در مورد کوتل اونای گفتین از نگاه تاریخ و جغرافیا درست نوشته نکردین. مثلا در مورد آبستاده ناور گفته اون چیزایی که شما گفتین اونمت منطقه در ناور وجود نداره. اینا نقدی است که هم اسلام میشه، هم نقدی است که باید کسایی که کار کردن اون رو بپذیره، نه این رو دشمنی فکر کنه، نه این رو که رد کنه. او چیزی که مثلا وقتی که در باره کوتل اونای بحث میکنن، وقتی که در باره بامیان و مناطق بامیان، خب مردمی بامیان احساس هست، میدارن که مثلا اینجا اشتباه صورت گرفته، یا در کوتل ناور، یا در منطقه دایکندی، یا در باره
اشخاصی که اینا نوشته کردن. این خوب باید اینا یک معیار میداشتن که مثلا در دانشنامه در چی سطح در کدام لیول اینا اشخاص معرفی میکنن. من یک مثال بر شما میگم. این را انتقاد کردن بسیاری دوستا که کدام دختر خانومی را معرفی کردن به نام در دانشنامه گفته او اینا درس خود از سواد آموزی آغاز کردن. از سواد آموزی. خو این چه فایده او اگر یا او آدم سواد آموزی معرفی نکنه خود دانشنامه نشد دیگه چی وقت رو در پایان میرسانن از کورس سواد آموزی باز او البته خانم کدام کماندان بوده یا تاجیک بوده هرچی بوده او رو ذکر کردن چی لازم است یا مثلا یک آدمی رفته مکتب ابتدایی رو خوانده باز او مکتب در مالستان ختم کرده یا نخوانده او وکیل ولایتی شده این در حالی که هزارها نفر از امون مناطق کسایی که تحصیلات عالی دارد نامش باقی مانده این یک خط معین اینجا وجود نداره که سبب زود چیست مثلا مطابق کدام معیار این شخصیت های اجتماعی رو معرفی می کنند کدام معیار اینا قرار ندادن و این انتقاد بجای است اینا باید قبول میکردن که بله ما اینم اشتباهات است ما اینی کسایی که مدخلا را نوشته کرده ما اینا را بررسی میکنیم کسایی که شایستگی نوشتگیر نداشته باشه از تیم دانشنامه بیرون میکنیم در جای اینا کسایی میلیم که اونا سواد نوشته کردن داشته باشه بناهن همه چیز حل میشود در این جنجال خلق نمیشود. بسیار خب حالا ما به خود بعضی از نظرات و نظرات که در انتقاد از کتاب نوشته شده و همچنین در به نوعی در دفاع از کتاب نوشته شده میپردازم. قابل یادآوری است که من از آقای شفایی یکی از دست‌اندرکاران اصلی دانشنامه هزاره دعوت کرده بودم که اشتراک بکنن در این برنامه که متاسفانه نتونستن اشتراک بکنن. امیدوار هستم که در یک برنامه دیگر اگر مایل بودن اشتراک بکنن و نظرات خودشان را ارائه کنن. البته من اینجا یک پریزنتیشنم آماده کردم که در اینجا نظراتی که ایشان در صفحات اجتماعی نشر کردن می باشه. البته قابل یادآوری است این هم که نظراتی آمده که معمولاً به شکل پابلیک عمومی بوده به دلیل حفظ همو حریم شخصی افراد و نظراتی که شخصی بوده یعنی بین دوستای خودشان نشر کرده اونا نیامده. آقای عدالت باز هم پیش از اینکه برم به اون نظرات نگاهی بیندازم تصور میکنه حالا جدا از این که یک تعدادی از هزاره ها آمدن یک نگاه انتقادی داشتن قلم به دستای هزاره کتاب را نقد کردن از جنبه های مختلف فکر میکنین که در بین خود جامعه هزاره افکار عمومی جامعه هزاره او نگاه انتقادی لازم به منبع حالا منبع در اینجا کتاب است وجود داره یا نه یعنی افکار جامعه هزاره حساس هست و بعد وقتی که میخواد مطالب مختلفی کتاب رو نگاه میکنه با منابع مختلف دیگه چک میکنه که آیا این صحت داره نداره به چه شکلی هست در که این بازم تاکید میکنم در کنار خب یک تعداد از قلم به دستان هزاره به نظر شما او افکار جامعه هزاره به او شکل هست که نگاه انتقادی به منبع داشته باشه یا خیر؟ خدمت شما و تمام شنوندگان محترم قبل از پاسخ به سوال شما من یک نکته را میخواهیم یادآوری کنم که پیش از اینکه ما در این برنامه بیاییم ما در یک گفتمانی که آقای شفایی رئیس بنیاد دانشنامه هزاره و همچنان آقای حسن رضایی یک از شخصیت‌های اصلی دانشنامه هزاره که از جمله آیات علمی و نویسندگانش است و همچنان آقای فیاض که از جمله بسیار مدخل نویسان فعال است بودیم این تقریبا ما در حضور از اونا که بسیاری از اندیشمندان و دانشمندان مردم هزاره جمع شده بودند تقریبا 6 ساعت گفتمان داشتیم این به خاطر گفتم که شنوندگان ما و شما
دیر بیدارن که ما گفتمان کردیم، یعنی در یک گفتمان 6 ساعته با اینا عرف زدیم، تبادل نظر کردیم، ما عرفای خود گفتیم، اونا عرفای خود گفتن، دوستانی که انتقاد داشتن انتقاد خود بیان کردن، در یک فضا اونا در این جریان قرار گرفت. ما از این خاطر برای شنوندگان محترم عرض کردم میره که اینا ما گفتمان کرده میتونه بوده که در ذهنیت خالی ما در این برنامه شما اشتراک کرده باشیم، یعنی با مقامات دست اول دانشنامه ما شخصا بودیم و در حدود اضافه از 50-60 نفر کسایی که صاحب نظر بودن صاحب نظر یک بحث کردیم. آمدیم در این که ما قبلا جواب سوال شما که آیا جامعه یا مردم ما و شما در این سطح یا در این کیفیت رسیدن که از نگاه علمی و از نگاه متدولوژی و از نگاه اکادمیک یک آثار علمی تحقیقاتی را نقد کنن یا نه، یا یعنی تو یک جامعه هنوز هم ما نرسیدیم. ما خدمت شما عرض کنم که جامعه ما در 20 سال آخر یک جامعه نسبتاً آگاه است، این در سطح رسیدن که اینا بالای سرنوشت خود اون چیزی که بالای جامعه و در مردم ارتباط داره او را زیر ذره‌بین بگیرن و او را نقد کنن. این کتابی دانشنامه ازارم علتش امی بود که وقتی که اینا در چاپی اول جلدی اول نشر شد این بسیار انعکاس گسترده داشت که شما به خاطر داشته باشید و امی آگاهی علمی آگاهی و سطح شمول اجتماعی علمی تحقیقات دوستای فرهنگی ما بودن که اونا قبول کردن، یعنی دستندرکاران کسایی که دانشنامه را نوشته بودن قبول کردن که اشتباهات صورت گرفته و ما این را اصلاح میکنیم. وقتی که اینا دست به اصلاح کاری زدن متاسفانه بازم اشتباهات رخ داده که بازم نیاز به اصلاح عمیق، حتی تغییر در آیت علمی دانشنامه را ایجاب میکنه. به خاطر که این بار وقتی که ما گفتمان میکردیم عرف گفتمان ما از جلدی اول نبود، از ویرایش جلدی اول بود، از ویرایش جلدی اول بود که در ویرایش جلدی اول هم در ابعاد مختلف آدمایی که مدخل نوشته کردن، آدمایی که مدخل نوشته کردن در سطحی نبودن که اونا اصلا آشنایی یا با میتود دانشنامه نویسی آشنا اصلا بوده باشن. اونا مانند ای که یک نفر سواد عادی دارن میرن یک بیوگرافی خود نوشته میکنن یا مثلا میرن یک قصه یا یک افسانه رو نوشته میکنن، اینی از افرادای به این شکل کار گرفتن، به این شکل افرادا رو کار گرفتن که اونا تخصص اکادمیک یا تحصیلات اکادمیک تخصصی در یک رشته خصوصا دانشنامه ندارن و بدتر از همه که مقالات زیر کسایی که در رأس علمی کسایی که تحصیلات اکادمیک دارن مسئول دانشنامه هستن اینا را ندیدن، اصلاح نکردن. مثلا در باره بامیان نرچی که نوشته کده خب باید یک متخصص جغرافیا و تاریخ و یک نفر جامعه شناس را میدید اصلاح میکرد، منابع زور پرسان میکرد، این کار صورت نگرفته، هر کس که هرچی نوشته کرده امور گرفتن نشر کردن. دوم، در دانشنامه نویسی عموما اجازه نمیده که یک نفر از 4 مقاله یا 3 مقاله اضافه تر نوشته کنند به خاطر که تواناییش نداره. شما خود شما درس خوندین هم دانشگاه رو خوندین هم بالاتر از دانشگاه. شما فکر کنین که در یک تیزیس در دوران ماستری 2 ساله دربر میگیره، در دوران پیشتی شما خوب فکر کنین تقریبا 3 ساله دربر میگیره. در این دانشنامه در مدت 1 سال که یک کار علمی است این مشکلتر از تیزیز پیشتی است، چون این در معرض عامه قرار میگیره. هر کس میخواید این رو ببینه که باش در منطقه ما در راجع با ما سرنوشت ما چی نوشته کردن. اینا ایت آدم های وجود داره 1 نفر 90 مقاله نوشته کرد، 90 مقاله رو خوب شما فکر کنید. آدمای وجود داره که 80 تار نوشته کرده، 80 مدخل، 60 مدخل نوشته کرده. دوم، میتودی از ابتدا میتود اکادمیک نبوده، میتود اندیوالی و میتود آشاری بوده،
یعنی شما ما رو میشناختین، ما شما رو میشناختیم، مردوی ما یک نفر دیگر میشناختیم، فقط هم نام زور شامل کردیم، هم گفتیم بیا تو نوشته کن به شکل آشار، در حالی که از نگاهی کتاب نویسی، تحقیقات علمی و ای که شما به نام یک قوم یک چیز می نویسین، این کار بی حد مشکل است. انتقادم از این جای خیست، وقتی که مثلا اگر یک نفر نوشته میکنه، اون مسئولیت یک نفر است، همگی میگه فلان آدم جوابدهی است، اون انتقاد متوجه یک است. اول این خو از نامی یک کلکتیف بالای سرنوشت و فرهنگ و کلچری یک مردمی که 130 سال شده انکار شده، یک مردمی که بسیار از این استقبال کردند که آن گونه که هویت حقیقی ماست، نه دروغ، آن گونه که ما هستیم، ما را نه کم نه زیاد، فقط امو چیز ما را برای جهان معرفی کنند. متاسفانه این کار نشد، در همه مدخلا اشتباهات بسیار وسیع رخ داد، ولی جامعه ما جامعه آگاه بود، زیر ضربون گذاشت و شما میبینین عملا که در راستای انتقاد بگذاریم از اقتداد عرفای مغرضانه، عرفایی که لازم نیست و نمیشه در قطار انتقاد قرار داد، ولی انسانایی بودن که دقیقا کتاب خواندن از متن کتاب انتقاد نوشته کردن، از متن کتاب انتقاد نوشته کردن، او را غیر از پذیرش دیگر رای وجود ندارد. بسیار سپاسگزار از نظرات شما در یک قسمت. حالا ما اینجا میتونم امی اسلایدار شریک بکنم که شما و بینندگان عزیز ببینن. بینندگان عزیز، شما اگر نظری هم دارن در مورد کتاب میتونن یادداشت بکنن، ما اینجا میتونیم ببینیم یادداشت های شما را، اگر سوال خاصی هم بود میتونن بپرسیم، میتونیم در جریان برنامه به این سوالات پاسخ بدیم. بسیار خوب، در اینجا آقای عدالت عزیز، من بعضی از نظرات که در انتقادی و غیر انتقادی را آوردم، من همچنین نگاه میکنم که این خوبی کتاب همون رقمی که گفتن، یک تعداد بسیار زیادی از نویسندگان را در فهرست خودش داره. من میبینم در اینجا نامهای آشنایی هست، آدمایی که در زمینهای خاصی باز هم تخصص دارن، یعنی آدمای نویسنده هستن، کار کردن، زحمت کشیدن، تحقیق کردن. با این وجود، با این انبوه نوشته ها، چرا به نظر شما باز هم با وجود انبوه نویسندگان این رقمی در اینجا شناخته شده، باز هم این کتاب همچنان مشکلات خود را داره؟ میدونین که مشکل در کجا است؟ مشکل در ایست که اینا کسایی را که به نام شورای علمی یا کسایی که را به نام ویرایشکار یا به کسایی که شخصیات های علمی انتخاب کردن، با اونا مسئله را پخته نکردن از نظر من، و از اونا تعهد نگرفتن که شما تا چی سرحد با ما همکاری بکنین و ما تا چی سرحد برای شما همکاری بکنیم. مثلا از نگاه مسئله مادی از یک ما فکر میکنم که مسائل مطرح نکردن. مثلا یک نویسنده خود کارش نویسندگی است، او نان هم در کار داره، وقتی که شما روزهای روز وقتی خود مصرف میکنین، خب باید اقوزمه هم برای شما داده شوه، بخاطر که از نویسنده فقط همه چیز قلمش است. مجموعی از این حرفا باعث شده که یک بیتفاوتی بوده. من نمونه برای شما ذکر میکنم، مثلا آج کاظم یزدانی آدمی مشهور است، با اونا عرف زدن، ولی اونا رو در جریان نگذاشتن که مثلا شما تا چی سرحد کار میکنین و تا چی سرحد ما در شما نیاز داریم، در کدام بخش شما مقالات را اصلاح میکنین. خب دیدن که اونا آمدن گفتن که ما سیاتیم خوب نیست، ما معذرت داریم، ولی آن چیزی که ما خواندیم این زیاد به دانشنامه شباهت نداره، خودش صراحتا نوشته کرد، ولی نامش اونجی است. خب این آدم شما ببینید این درست نیست، در از نگاه روش تحقیق و نویسندگی اکادمیک این اصلا کفر است که یک آدم نامش بگذاری، از نام یک آدم استفاده کنه و خودش نباشه، این رو در دانشگاه قبول نداره.
در مرکزهای تحقیقاتی رو اصلا قبول نداره، رد میکنه، حاجتی دانشنامه ندارم، یک نفر شبوه از نام ما خبر نبوده، منجی استفاده درست نشده، اصلا او از ریشه و بنیاد ولو که درست نوشته شده باشه رد است. خب او خود رد کرد. آقای عباس دلجو در رشته تاریخ آدمی صاحب نظر است، کتاب نوشته کرده. اونا هم میگن که من معذرت داشتم، مشکلات صحی داشتم، من نتونستم، ولی انتقادهایی که شده انتقادها وارد است. من یادآوری کردم برای اصحاب دانشنامه که شما انتقادهای سالمی هم بگیره در نظر بگیرین، ولی متاسفانه در نظر گرفته نشده که اینا همش در دانشنامه هستن. خب ناطقی شفایی خو هم پخش کرد، اعلامیه داد که اصلا ما در جریان از این نبودیم و ما با ایج در ایج مدخل دانشنامه همکاری نداشتیم، ولی نامش بوده اونجی. خب همی که در شک میایه شما ببینین که این درست نیست، با اینا باید این رقم برخورد نمیشد. هستیم نیستیم، خلاص هستیم، اینی دودود، اینی سایه کاری شما، اینی مدخلها رو شما هم کاری میکنید، نیستین، این کاری زور نیست، نباید نامی زینا در دانشنامه میبود. خب شما ببینید فاضل کیانی که نوشتهش هست، یک سال پیش اونا شکایت داره که در همه چیز شباهت داره، در دانشنامه شباهت نداره. خب بعدن گب و گفتی از اونا را نشر کردن خود آقای شفایی که مثلا اونا یکی از شرطی همکاریش، یا مثلا اونا میخواست بخاطر همکاری کنه که باید از آره ها را از نژاد آریانا نوشته کنن. او در نوشته آقای شفایی آمده که این از آره ها از نژاد آریایی است، باید همی دانشنامه به می سمتو سو نوشته شد. خب شما ببینید که شرط و شرایطی، او یک سال پیش گفته من نبودیم، بعد از او البته او رو گفته که ما هم نوشته میکنیم در مدخل که از آره ها نژاد آریایی است، ولی از دیگر آره هم نوشته میکنیم که از کدام نژاد و تبار هستند. در حالی که از نظر من مثلا اون مربوط آقای کیانی است، میتونی شما بگوین که از آره ها از کره مریخ آمدن، این نظریه بسیار آسان کادم بپذیره، ولی از نظری که بگویی که از آره ها از نژاد آریایی است، از نژاد آریایی که رنگ و بوی تبارگرایی و نژاد پرستی و ایتلرگرایی میآید که در خود اروپا منسوخ شده، در خود اروپا می لازم مردم بگن که این نظریه درست نبوده، فعلا نظریه شرمندی رو جایز و جا دادن و آل ما در نظریه کونه قرن 17 و 18 که بر اساس تفکر ایتلر و برتری نژادی بود، او رو بگویم که همه از آره ها، از آره ها در آریا و آریایی بود، این چیزا در عقل نمی گنجه. ولی ببینید که بازی حرفای پروژه ایم در داخلی زی بوده، ولی امو آدم هم از یک سال پیش گفته که اینمی دانشنامه از نظر ما مردود است. خب ما یک مثال دیگر بر شما بگیم، یک از شخصیت های بسیار محترم امروز چی گفته، اینمی امروز که ما قبل از اینکه بیاییم من نوشته زور دیدم، کسی هست به نام خالقداد برهانی. خالقداد برهانی یکی از شخصیت های معروفی ولایت غزنی است، ولی در سطح افغانستان هم آدم مشهور است. ای هم امروز نوشته کده که ما عالی خبر شده، وقتی که در فضای مجازی بسیار انتقادات شروع شده، اون نوشته کده که عالی ما خبر شدیم که من در مدخل نویسی جاغوری نامی من بوده اونجا سبت، من خودم هیچ خبر ندارم، دمی دو سال به خبر نداریم. او آدم مشهور است و جای تعجبی بوده که او نامش خالقداد است، خالقدادی برهانی غزنوی، ولی نام سلمیتانی چی نوشته کده؟ عبدالخالق برهانی غزنوی، حتی به نام زور درست نمیده، ولی اونو در مدخل نویس های جاغوری است، او امروز نوشته کده. خب اینی خود درست نیست نی؟ ایده کار علمی و تحقیقاتی هم ایده کسایی که یک روز در دانشگاه رفته باشه، یک روز یک مقاله ای که مثلا زیر یک نظر استاد نوشته کرده باشه، این قبول نمیکنه که مثلا یک آدم تو نامش اونجا بگیریم نامی زورم یاد نداشته باشی. مثلا شما امتحان دارید، امتحان نام استاد خود یاد ندارید، ای به این شما داره. ببین که اینجا از اساس بعضی کارا میلنگه، از اساس این رو باید اونا قبول کنن، به واسه که بگوین نه اینجا
غرض وجود داره، مرض وجود داره. حالا این ما برای شما به دلیل با نام و نشان یک تعداد افراد گفتم که این افراد نامش در مقامات علمی دانشنامه نوشته است، ولی خودشان گفتند که ما دقیق در جریانی از این حرفا نبودیم، کدام مقاله را نه ما اصلاح کردیم نه ما دیدیم. بسیار خب، حالا من بعضی از این نظرات رو نشان میدم. اول از همه نظرات خودتان، اینجا یکی از نظرات شما را آوردم در مورد دانشنامه، بینندگان عزیز میتونن این را ببینن در اینجا. خب نوشته شما چرا دانشنامه هزاره به دانشنامه شیعه تبدیل شد، میتونن خلاصه بکنین این را برای بینندگان، چرا همچین نظری شما دارن؟ خب ببینین، در دانشنامه هزاره از ابتدا یک مشکل وجود داشته بوده که اصل مطلب و کلید واژه را اینا تعریف نتونستن، یا اگر تعریف کردن برای مخاطب خود نگفتن، تشریح ندادن. تا هنوز اینا مثلا ما این دانشنامه را داریم و پی دی اف چی هم دوستان رایی کردن برای ما، پی دی اف ویرایش شده از اینا رایی کردن، کسایی که انتقاد کردن ما اونا را خواندیم. خب اینجی کلمه دانش، کلمه دانش یا تعریف نکردن، کلمه دانش یا باید تعریف نکرد، و این را آثار این را در مصداقی از این را میگفت که مثلا بالای چی انسانی مصداق میکنه که او باز در دانشنامه سم بگیره، چون دانش از کلمه دانش یا استفاده میکنن. مثلا او آدم تحصیلات صنف 11 را داشته باشه، از تحصیلات صنف 12 را داشته باشه، دانشگاه را خوانده باشه، کارشناسی را خوانده باشه، کارشناسی ارشد را خوانده باشه، پی اچ دی داشته باشه، یا مثلا اگر دروس دینی و مذهبی رو خواندن در کدام سطح باشه، در کدام مدخل اون نوشته کنه، در کدام. شما میبینید که در جهان امروز علم تخصصی شده، علم تخصصی شده. این مثل سابق والی نیست که یک نفر راجع به همه چیز حرف زده، آلی نه، یک نفر یک رشته رو میخونه دمورش حرف میزنه، دیگه اگه در رشته دیگه حرف میزنه او صلاحیت علمی نداره، مگر اینکه او ثابت کنه، او ثابت کنه که چیگونه این صلاحیت علمی رو ای پیدا کرده، ای چیگونه ای پیدا کرده. از این سبب شما متوجه میشین که اینا ای کار نکردن، ای کار نکردن، دانش یا تعریف نکردن برای مخاطب خود که ما تا چی سطح افراد در اینجا پیدا میکنیم که او صلاحیت یا دانش دانشنامه نویسی رو داشته باشه، اینجا اشتباه صورت گرفته. ما قبلا بر شما گفتم که زیادتر ملاحظات اندیوالی و آشاری را به جای علمی انتخاب کردن. دو، اینا کلمه هزاره را تعریف نکردن. این اصل مشکل هم اینجا خلق شده. هزاره کی است؟ آیا این هزاره اونمو هزاره ای است که خودشان در تذکره خود افراد خود هزاره میگن؟ مثلا از نگاه تبار و نژاد هزاره بودن. این هزاره پیرو سه شاخه مذهبی اسلام است. هزاره سنی دوازده امامی است، هزاره شیعه اسماعیلی است، هزاره سنی مذهب است. آیا همی بودن؟ یا بیرون از این مثلا هزاره جمع شیعه بودن. وقتی که هزاره با جمع شیعه بگوییم، اینا مثلا کسایی که شیعه است شامل میشه، سادات شامل میشه، بیات شامل میشه، قزلباش شامل میشه، تاجیک شیعه شامل میشه، تا شیعه پشتون شامل میشه. در بین این مذهب خود هر انسان دارای مذهب است، و مذهب نمیتونی بگی مثلا شیعه مربوط هزاره است، تو نیست، یا سنی مربوط فلان قوم است، تو نیست. شما میتونید، من میتونم ام امروز سنی شویم، فردا شویم، یک چیزی ذاتی نیست. قوم خود مسئله ذاتی است، ولی مذهب خود مسئله انتخاباتی است، انتخابی است. شما میتونید یک مذهب انتخاب کنید، خصوصا در زمان فعلی. اینا این کار نکردن، این کار نکردن، این چی خلط اشتباهی بسیار واسه اینمینج شروع شده، به خاطر که اکثر کسایی که این مدخلا را نوشته کرده و بیش از اینکه تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، تحصیلات مذهبی دارن،
این تحصیلات مذهبی مانای این نیست که مثلا یا نمیتونن، کسی که تحصیلات مذهبی دارد زیادتر میتونه درباره تفسیر حدیث امورات مذهبی نوشته کنه، امورات مذهبی نوشته کنه، مثل که جغرافی نیست برای جغرافیا نوشته میکنه، یک نفر جامعه شناس درباره جامعه شناسی نوشته میکنه، فیلسوف درباره فلسفه و حقوقدان درباره حقوق، اول علم تقسیم شده. این اینجا وقتی که اینا نکردن، اینا عموما از نیروهایی که تحصیلات دینی داشتن استفاده کردن و اینجا برتری پیدا کرده. وقتی که شما دانشنامه را اگر ببینین، ای اضافه تر رنگ و بوی شیعگی داره، رنگ و بوی حتی چربی میکنن نسبت به کلمه ازاره، شیعه چربی میکنن شیعه. از این سبب ما ایره استدلال کردم، اونجی نوشته کردم، دلیل خود را هم گفتم، او را بسیار خواننده ها قبول کردن، رد کردن. بخاطر چی؟ بخاطر اگه اینا منظور چی ازاره جمعی شیعه است، باز اینا چی جوابدهی در مقابل ازاره های سنی بودن؟ این بسیار سوالی سخت است که اونا رو با شما چی گونه، شما خیلی هم کسی در قریه نامی چندین شیعه رو نوشته کرده. خب شما در مقابل ازارهای سنی چی بگید؟ اگه میگین که ما ازارهای شیعه، شیعیانی ازاره در بین ازاره زندگی کرده، حالی که مانند که اگه سلا رو کشیدن ازاره فرهنگی هستن، خب ایرم قبول میکنید. مثلا ازاره های پنشیر، ازاره های بدخشان، ازاره های بادخیس استدلال میکنه که اینمی تاجیکایی که در پهلوی ما زندگی میکنه، پشتونایی که در پهلوی ما زندگی میکنن، همراه ما هم مذهب هستن. ما سنی هستیم، هم میگیم ما بناهن بیاین در این مدخل هم میگیر ما نوشته میکنیم، در این قریه خود هر کسی که هست امینا رو نوشته میکنیم. مثلا شما ببینین ازاره های اسماعیلی بسیار زیاد، اگر شما خبر داشته باشین، پیروای اسماعیلی مذهب در بدخشان افغانستان است، پیروای اسماعیلی مذهب در پروان هستند که اکثرانش تاجیک هستند، تا جای پیروان مذهب اسماعیلی در جلال آباد هم هستند که پشتون هستند. اونا هم استدلال میکنن که ما در مذهب با اینا شریک هستیم، دارای فرهنگ هستیم، خویشاوندی داریم، مثلا دختر دادیم، دختر گرفتیم، اینی حرفا. ما مقداریم که مانند شما امینا را جمع کنیم، امینا را جمع کنیم و نام زنا را در می کتاب داخل کنیم. اینا در مقابل زنا چی جواب گفته میتونه؟ بناهن اینجی از ریشه و بنیادی تعریف نکردن که ما کدام نوع ازاره را میخواییم در کتاب داخل کنیم و اینجی این تعریف باید اینا واضح میکردن. هر کاری که کرده بودن واضح میکردن. از جانب دیگه شما ببینین که این ادعای ازاره فرهنگی درست نیست. شما اگر خبر داشته باشین، سادات محترم در زمانی اشرف غنی احمدزی، این بسیاری از بزرگای سوار، مثلا مانند جاوید، مانند شاه حسین مرتضوی، مانند بسیار کسای دیگر، یاد شما باشه حتی جامعه شیعیان غیر ازاره را ساختن، در درونی یک سازمان ساختن به نام شیعیان غیر ازاره. خب این جاوید و مرتضوی بسیار بسیار کار کردن، وعده انتخاباتی با اشرف غنی احمدزی گفت ما شما رای میدیم، شرط رای دادن ما ایست که شما قوم سادات به رسمیت بشناسید. خب قوم سادات به رسمیت شناختن، خداوند نیک و مبارک کنه، اونا حق داره، هر کس حق داره آزاد است که بگوید من منصوب به کدام قوم هستم. اونا خب مینیسی قوم خود تسجیل کردن، تسجیل اگر نام از اونها در دانشنامه آورده باشه، خب فردا اونا میگن که شما چرا میکار کردید. اگر یک نفر چه پیدا شد که بگوید من خود نیستم، من خود نیستم، شما با کدام اونا خونجی در کابل رسمی ما رو مینیست قوم شناخته، شما چرا ما رو در زیر نامی از آره اینجا آوردید؟ بازم جنجال خلق میشه. اونا عقم دارن که کار بکنن، اونا عقم دارن، بخاطر خواه میگن ما قوم مستقل هستیم و از نگاه تباری هم اونا رب و ریشه شان با اعراب میرسن، با اعراب میرسن. بناهن ای از یک نگاه، اگه اینا بگویم که خوب خیر، مثلا ما هر کس که امتیازی از آره داشته باشه، اونو زمان از آره باشه، وقتی که از آره زیر فشار باشه، زیر تبعیض باشه، زیر انواع ستم باشه، باز فرسخ ها را از ازاره ها دوری کنن.
نه تنها دوری کنن که هر عرفی هم که برابط دو گوید. و مشکل افغانستان هم دمیست که هر کس باری ازار بودن تحمل کردن نمیتونه. مثلا ما بر شما بگویم که سادات قوم محترمی پشتون از هر پشتون کرده پشتون تر است. اونجا اصلا کسی دیوان نمی کنه. از هر پشتون کرده پشتون تر است. اونجا پشتون فرهنگی وجود داره. سادات تاجیک، شما در افغانستان بودین تحصیل کردین، سادات تاجیک تمامش تاجیک است. تاجیک فرهنگی وجود نداره. وجود نداره. از هر تاجیک کرده تاجیک تر است. سادات قوم محترم ازبک از هر ازبک کرده ازبک تر است. از هر ازبک کرده. اصلا در اونجا کلمه چی وجود نداره ازبک فرهنگی. این چی رقم شده که باز در چهار قوم بزرگ افغانستان تنها ازاره ها باز ازاره فرهنگی و ازاره غیر فرهنگی داره. البته همین رقم است که اقلیت تعداد ازاره فرهنگی است باز ازاره غیر فرهنگی میشه. باز ازاره تباری میشه. همین باید تشریح میکردن که ازاره فرهنگی کیست، ازاره غیر فرهنگی کیست، ازاره تباری کیست. این اصل ما ایره به می خاطر اینجا نوشته کردم که یکی از مشکل ترین مبحث و مدخل اینمی کلمه خود دانش و کلمه ازاره است. بسیار خوب، حالا نکات مهمی رو اشاره کردن. یک نکته ای رو من شاید لازم باشه بگویم و او ایست که ما در دنیای به اصطلاح دانشگاه و اکادمیک و مقالات علمی وقتی که میخواین بنویسن تحقیق و پژوهش بکنن، یک قسمت عمده و به ویژه در ابتدای مقالات اولین کاری که انجام میدن به اصطلاح تعریف میکنن امو اصطلاحاتی که در رو به اصطلاح تحقیق پژوهش به کار رفته، اونا رو دقیق تعریف میکنن، حد و مرز از اون رو مشخص میکنن تا مخاطب بفهمه که مثلا اینی محققان پژوهشگران این تعریف رو انجام دادن و بعد تحقیقات خودشان رو بر اساس همین دامنه تعریف به اصطلاح انجام دادن که بعد مشخص شه و ساختار درست او تحقیق. یک نکته دیگه هم که لازم است همینجا گفته شود، من روی اسکرین اینجا آدرس منشور هزارستان آوردم، hazaristan.asia و سایت رسمی از او hazaristan.asia. در منشور هزارستان در ماده 19 هم از او در تعریف و بند یک ماده 19 هم یک تعریف مختصری از هزاره آورده که به این شکل هست، من او را میخوانم. هر شخصی که از پدر یا مادر هزاره چه در هزارستان و چه در بیرون از هزارستان متولد شده باشد، هزاره، هزارستانی و شهروند هزارستان محسوب می شود. اینی تعریفی است که از هزاره در منشور هزارستان آمده، منشوری که توسط یک تعدادی از نخبگان هزاره در سال 2021 منتشر شد و در این سایتی که روی اسکرین آدرس چه می بینین میتونین این منشور را به زبان خودمان به انگلیسی و به روسی مطالعه بکنین. آقای عدالت عزیز موافق هستین بریم اسلایدهای دیگر هم نگاه بکنیم؟ بفرمایید، در خدمت. در اینجا این چیز هست، همو مسئلهی که شما اشاره کرده بودین در مورد به حال کسایی که اشتراک نامشان آمده در اونجا ولی هیچ به اصطلاح رد کردن و گفتن که ما در اونجا هیچ اشتراک چندانی نداشتیم، از جمله آقای ناطقی هستند اینجا و همچنان از آقای یزدانی هم اینجا یک پست فیسبوکی ازشان من دیدم که نشر شده بود، ایشان هم همونطوری که شما گفته بودین ایره رد کردن و همچنین اینجا یک مطلبی هست از به اصطلاح یک اطلاعیه هست از شورای سراسری هزاره های اهل سنت که آمدن اینا هم موضع گرفتن و به همین شکل. خب نوشته های دیگه هم وجود داره که خب اینجا آوردم، ممو اشاره کردن آقای دلجوره، مطلبی از آقای دلجو می باشه و بعد آقای کیانی رو شما اشاره کردن. در اینجا یک اسکرین از نوشته آقای کیانی در اینجا هست. آقای
عدالت عزیز، چرا به نظر شما چرا این ناهماهنگی به این شکل صورت گرفته؟ یعنی در هر کاری که میخواین انجام بدن به هر حال یک هماهنگی ابتدایی در کار است، به نظر شما چرا این ناهماهنگی به این شکل صورت گرفته که حال یک تعدادی از کسایی که نامشان در او کتاب آمده به عنوان همکار میگن که و آدمای شناخته شده هم هستن میگن که نه ما اشتراک نداشتیم؟ خب ببینین، ما قبلا هم برای شما عرض کردم که مشکل عمده در رویش یا در میتودی دانشنامه نویسی بوده. عموماً دانشنامه ها را شما خبر دارین که دولت ها نوشته میکنن یا یک ارگانی بسیار معتبره که وابسته به محافل علمی یا دولت هستن نوشته میکنن که بودجه کافی هم دارن، بودجه کافی دارن، این را نوشته میکنن و اونا مسئولیت دارن، مسئولیت در پیش یا دولت دارن یا مثلا کدام ارگانی علمی تحقیقاتی که وابسته به دولت است یا وابسته به محافل اکادمیک و دانشگاه هاست که اونا باز مسئول هستن، وظیفه دارن، مینویسی وظیفه میکاره بکنن. ولی مشکل دانشنامه از آره دهی بوده که اینا به شکل یک کلکتیف رفیقانه اول جمع شدن، یک اهداف بسیار خوب و بلند بالایی را پیش خود مطرح کردن و این اهداف واضح بود که مورد استقبال هم قرار گرفتن. از حق نگذاریم، بسیار مردم استقبال کردن. خوب اینا منبعش هم خودشان ادعا داره کمک های مردمی استن، یعنی به اساس کمک های مردمی اینا کار خود پیش میبرن. ولی اینا یک ارگانی که مسئول باشه که از اینا همه چیز پرسان کنه وجود نداره. همه کار در دست خود از اینا است و خود از اینا تقریبا یک پادشاهی بی‌مسئولیت است، یعنی پیش هیچ کس جوابگو نیستن، فقط خودشان و دلشان. و اینجی اشتباه در اول از این صورت گرفته که اینا به رویش اکادمی که این بسیار انضباط قوی در تولید آثار کار داره، انضباط قوی که بله اگر تو قلم داری، اگر تو توانایی نوشتن داری، اینجی هست امرای ما. اگر تو امی توانایی رو نداری یا خودی تو میگی که من توانایی رو ندارم، خدا یاری، دعوت کردن خوب است ولی با او باید متوجه مسئولیت های خود هم باشن. اینی اول از ابتدا سالنگاری صورت گرفته و رویش غیر علمی و غیر اکادمی که اینا انتخاب کردن، مانندی یک کلکتیفی خودمانی که خیر هر کس که هستیم بود نبود، نامایشان چون نامای زیاد کلان است، اگر نام زینا باشه این دانشنامه کسب اعتماد میکنه، یک مردم شاید در کمک های مالی به خاطر از اونا که آدبای با نام و نشان هستن کمک های مالی هم میکنن و این دانشنامه را میخرن، بی خبر از اینکه یک روزی میایه که این مشکلات خلق میکنه. چنانچه هم امروز این آدبای در جامعه ما و شما آدبای صاحب نام و نشان است که اعتراض کردن. این تقریبا امو حقیقت دانشنامه رو زیر سوال بردن. اینا آدم های خورد نیستن، اینا آدم های کلان هستن، اینا صاحب نظر هستن، اینا آثار دارن، اینا نوشته کردن. امی کاظم یزدانی عمر خود در پژوهش تاریخ گذاشتن، در عمر خود امی ناطقی که یکی از بسیار اصحاب قابل احترام و صاحب نظر در جامعه ما شماست که تحقیقات کرده، میدانه، نوشته کرده. خود پسرش حال مویسفید شده، اعلامیه داده که نه توانایی زیر داریم نه این کار ما کرده میتونیم. همچنان آقای دلجو هم اینا صاحب نظر هستن. از همین خاطر ابتدا چون اینا مسئولیت حس نمیکردن، مشکلات از اینجا شروع شده که نه در مقابل دولت مسئولیت حس میکرده بوده، نه کدام ارگان اکادمی که اینا را به این خاطر تحت پرسش قرار میده. اینا اینی را بسیار آسان گرفته، این علمی آسان گرفتن و بی‌تفاوتی و سالنگاری بلای جان زنا شدن. اینی غایله، این غوغا پیدا شد. اگه اینا اول با اینمی افراد و مانند از افراد سختگیری میکردن، شما باور کنین که
که انتقادها بسیار کم میشد و چی مبادا که امی دانشنامه هم در مسیر درست میرفت، در مسیر درست، مثلا کسی که مدخل بیسود نوشته کرده آقا بر مسائل بیسود میبود، کسی که از بامیان از جاهوری دایکندی و هر مناطق، اونا اگر مثلا مسائل امون مانندی امون منطقه که مورد قبول اکثریت نخبگان از منطقه باشد، امو تیم را از امو منطقه ایجاد میکردن. بعدن هر کدام از اینا زیر ذره‌بین یک از دانشمندای دانشنامه قرار میگرفت که نام و نشان اکادمیک داره. شما باور کنید که اصلا جنجال نمیخواست، مردم از این بسیار استقبال کرده بودن، در اون راستا پیش میرفتن و اینی سالنگاری بلای جان از این پروژه شد، از این دانشنامه شد. به علی چیز است، یک نکته که به ذهن من رسید، ممکن است که مثلا چون در این کتاب میگن که حروف اول یک دو حرف الفبا را شروع کردن و هزاره ممکن است او ه هست و او در آخر میاد، شاید به او دلیل اونا هر روز این به اصطلاح تعریفی از هزاره ارائه نکردن در پیرو گپ قبلی شما. در اینجا روی اسکرینم من گپ شما را آقای جعفری هم تکرار کردن، من اینجا میبینم در مورد تعریف کردن دقیق امو اصطلاحات که آمده. یک سوال دیگه در ذهن ایجاد میشه آقای عدالت، که حالا بعضی از بزرگان ما مثل آقای یزدانی، آقای ناطقی، اینا آمدن و گفتن که خب نمیتونن یا نتونستن در اینجا اشتراک بکنن به دلایلی که دارن. آیا جامعه، خود جامعه هزاره به نظر شما امو نیروی انسانی لازم را داره که یک کتاب مثل مثلا دانشنامه تهیه کنه؟ از نظر ما جوابی از این سوال شما مشکل است، ولی بازم ما نظری شخصی ما ایست که امی امکانات وجود داره. این جامعه ما در این سطح رسیده که اگر تصمیم بگیرن، اگر مثلا ثروتمندای جامعه یک اندازه از خود سخاوت نشان بیتن، مثلا تامین کنن نسبی امو یک ماشی که بخور و نمیر را باشه برای کسایی که اهل قلم هستن، اهل دانش هستن، این شرایط برابر کنن، امکان زی وجود داره که یک کتاب خوب، یک آثار خوب که مورد قبول تقریبا اکثریت نسبی جامعه با شما باشه این را تولید کنن. شما دیدین که در چی در دوری اول چی در ویرایشی امی دانشنامه نقدهای بسیار خوب نوشته شد. این نقدهایی که مثلا کتاب خواندن بعدم نقد نوشته کردن که هم میگی زنها قابل احترام است و باید در ظرفیتی از این جامعه قبول کرد. اینمی که مثلا زیر نقد قرار گرفته، اگر جامعه بی‌تفاوت می بود این خوب قشر پایین جامعه شروع نکرده، این نقد از محافل علمی و فرهنگی جامعه شروع شده. بناهن از وضعیت معلوم میشه که این امکانات وجود داره، با وجودی که در اولا سالنگاری بوده و فعلا وقتی که جامعه دانستن که یکی از کارهای بسیار ارزشمند است و مربوط به هویت و سرنوشت ما است، اگر اینا یک اندازه خود تکان بیتن، از بی‌تفاوتی بکشن، تنها ایتو نششته باشه که یک آدم چی کار میکنه، ما باید او را انتقاد کنم، ما باید او را سرزنش کنم. نه، اگر اینا رویش تحقیقاتی و علمی را مدی نظر بگیرن، ما معتقد هستم که میتونن این مسیر اشتباهی این کار بگیرن و یک آثار بسیار گرانبها تولید کنن. حالا در نظر من ناوقت نشده، به شرط ای که نخبگان و جامعه از هر دو طرف، اونجا هم آدمایی هستن که انسان‌های شریف هستن، کدام غرض و مرض ندارن، ولی آل اشتباه صورت گرفته، کنترل نتونستن، یک تفاهم به وجود بیاید و تمام
متنایی که نوشته شده از دوباره اینا را بخونن، آنچنان که در مرکزهای تحقیقاتی وجود داره، آنچنان که از رویش علمی در موزیم‌ها وجود داره، در کتاب‌های گذشتگان نادرالمقدور، مثلا وقتی که این دانشنامه نوشته میشه زبان انگلیسی و روسی شرط دانستن است که چند نفری در چوکات زینا باشه که بدانن. چرا؟ به خاطر که بسیاری آثار راجع به مردم ما و شما در موزیم انگلستان، در موزیم هندوستان، در موزیم روسیه وجود داره. اینی منبع باید دیده شود، بعدن کتاب نوشته شود، بعدن خصوصا به خاطر این وقایع تاریخی که علیه مردم ما صورت گرفته، عبارت از جنگ اوریزگان است یا مثلا مسئله افشار است، این حرفا یا بسیار تحقیقات علمی اکادمیک معتبر میخواهد که باید منابع مختلف اینا بیرون بکشن بعدن تولید کنه. این خلاص بگوییم که این امکانات وجود داره، ولی جامعه ما تنها باید منتظر زی نباشه که یک آدم نوشته میکنه باز ما شلاق بگیریم در سر زو زدن کنیم. بیاین خودش را قلم خود بگیرن، از قلم خود، از امکانات خود استفاده کنن، یک چیز خوب تولید کنن. این امکانات اگر کمی خود حرکت بیتن، این امکانات وجود داره. بسیار خوب. اینجا ما باز یک سلاید دیگر را میبینیم. یک نقدی را آقای فصیحی نوشته بودن، البته ایشان چند نقد پیوسته در صفحات خودشان منتشر کردن، اینجا هم هست. شما این نقداره که همه ایش رو دنبال میکنین دیگه آقای عدالت، درست است؟ ما تمام از این نقدار خوندیم، کسایی که مثلا نقد نوشته کرده، بسیار نقدای خوبم نوشته کرده، بسیار از دوستا، مثلا ما اینا رو دانه به دانه دوستا روان کردن، ما خوندیم. اینا با یک ذهنیت که ما این نقدار خوندیم، با مو مدخل هم سر دادیم، این نقدار کلش اقبجانی بین نقد میدانم، نقدی میدانم که وارد است بالای دانشنامه. اگر بخوایم مثلا این نقدها را بیاییم دستبندی بکنیم، بیشتر در کدام دسته ها می آین؟ یعنی چی دسته هایی هست که نقدها صورت گرفته؟ این نقدار از آدرسی بسیار کسایی که صاحب نظر است اگر بررسی کنیم، نقدی کارشناسانه است، ولی نقدی که با غرض و مرض آلوده باشه از این نقطه ما کم نداریم، ولی او رو ما در رویش علمی و تحقیقاتی او طرف میگذاریم، او طرف میگذاریم، ولی نقطه هایی که وارد است، مثلا نقطه عبدالله اکبری که این آغاز کرد، همین سر آغاز این نقطه بود، او نقطه وارد است، او نقطه وارد است، او رو باید قبول کنیم. نقطه که مثلا تا جایی عادی میران نوشته کرده، عادی میران یک شاعرای معروف و تقریبا درسش هم جامعه شناسی و یه حرفاز در آدم مشهور هم است در نویسندگی، اونا نقد بسیار خوب نوشته کردن. مثلا یعقوب یسنا از ازاره های اسماعیلیه نقد خوب نوشته کردن، نقد خوب نوشته کردن. نقد عزیز رویش بعضی نقدهایش قابل خواندن است، یعنی جستجو کرده. نقد امان فصیحی قابل خواندن است. اینا نقدهایی است که باید خوانده شوه، مد نظر گرفته شوه، بحث شوه، یا در سطحی است که میتونی یا را نقد بگویی، نقد بگویی که مثلا دانشنامه را اگر یا به این نقدها توجه صورت نگیره خود دانشنامه است باید میره زیر سوال قرار میگیره. اینا نقدی است که خواندن، متن کتاب خواندن، بعد از اون نوشته کردن، و از این نقد نمیتونی گریز کنی. مثلا همون نقدی که امو آرخیولوگ یک دانشمند است در بامیان، در یکی از دانشگاه های معتبر ایتالیا تحصیل میکنه، نقدی زو وارد است بالای بامیان، نقدی آقای لایق، اونا دقیق نوشته کردن، دقیق نوشته کردن. این نقدار رو ما پولش دیدیم، خواندیم، اقبجانیم ببینیم، ولی یک تعداد غوغای تبلیغاتی است که او با دو و دشنام و کلمه رکیک و این چیزا بازور ما و شما در بس خود نمیگنجانیم. او کارش جداست، او کار اهل کتاب نیست. در نظراتی که در شبکه‌های اجتماعی من میبینم، یک تعدادی
اشاره کردن به این که خب یک تعدادی که عملا علیه هزاره سنگر میگیرن و خب توطئه میکنن، در این کتاب آمدن به عنوان هزاره. در این مورد شما نظرتان چیست؟ در این مورد هم کسانی که نقد وارد کرده اخوه جانب میبینم. مثلا شما ببینین امی سید نقیب حسینی مزاری، اینمی آدم مثلا یک مرکز داره به نام مرکز تیبیان. مرکز تیبیان در مشهد است، این مرکز زید مشهد است و این تا جایی که معلومات میتن، یعنی یک بازوی تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستن، یعنی تمویل اصلی از جانب از اونا میشن و اونا میاین در افغانستان. تا پیش از زمان طالبان کار از اونا فقط برپایی تظاهرات درباره مسائل قدس و یرفا بود و فعلا هم دمی دو سه روز آخر یا یک دو هفته پیش و فعلا از مسائل خدمات جنسی به نام صیغه و اینا فعالیت داره که خودش نوشته کرده. این دوستا برنم پستایش ببینن که مثلا کسایی که زن نداره، کسایی که شوهر نداره، ما چی گونه میتونیم اینا رو به طور موقت یک جای کنیم. وقتی که امیت یک آدم اینا میارن چندین ورق باریز رو نوشته میکنن که مثلا او یه ربطی نداره، او خودش هم نمیگه من از آرستم خودشم و امون مرکز تبلیغاتی زم در از آره کار نداره. امون مرکز تبلیغاتی او برای از آره نیست، او اصلا ایج بمی ار را که بیسن جمع در از آره خرس نداره. او مربوط به ایران است. حتی اگر مو دانشنامه شیعه را نوشته میکردن شیعه افغانستان است، این باید در جمله از این یاورد که اصلا از افغانستان ولی کارایشی زیر نظر شهریان ایران یا سپاه پاسداران ایران صورت میگیرد. بنابراین این انتقاد 100% وارد است و از این نمیتونن اونا انکار کنن. حتی وقتی که ما در حضور خودشان من مطرح کردیم که مثلا نمی تیبیان که شما آوردیم، نمی تیبیان چه کار دارد در دارد؟ این سید نقیب را که آوردیم، این خونه بگه که مردم ما و شما واجب القتل است به خاطر گفته 960 فایش خانه اونجا وجود داره، تسجیل شده، راجستر شده و 300 کلیسا رقم هم داده، این کار هم نکرده. هر بار که ایران به خاطر مصاحبه خواستن باز تکرار کرده که وجود داره، در حالی که امیر اگه یا از نگاه شیعه بگوین، از نگاه شیعه کسی که تهمت میزنه به نام قذف یاد میکنه. این بسیار مشکل است. یک نفر اگر شما میگین از نگاه شیعه و اسلام، از نگاه سنی و شیعه، از نگاه اسلامی در متن قرآن آمده که اگر شما یک کس یک شخص متهم به زنا میکنید، شما باید چهار نفر شاهد بیارید. بر یک نفر چهار نفر شاهد بیارید. اگر شما این چهار نفر شاهد آورده نتونستین، چون آبرویی یک نفر بودید، در متن قرآن است که شما باید 80 تازیانه 80 شلاق رو بزنین و هیچ وقت دیگه حرفی رو قبول نکنید. به خاطر این متن قرآن است که او از جمله دروغگویان است و این آدم به تکرار یک جامعه را گفته، یک جامعه را که هزاران فاحشه خانه وجود داشته، هزاران کلیسا وجود داشته. خب اینمی آدم و مردم ما و شما چقدر است؟ این خب قرآن را هم قبول نداره. در قرآن خیلی آمده که دروغ نگوید، اگر یک زن دیدین یک زن چهار شاهد بیارید. این در متن قرآن ایر نشیه تقلیل داده میتونه نسونی، ولی اینا در قرآن اصلا غرض نداره. در شیعه اینی تا آدم ها شما بیدید که عیسیتی از این کتاب در خواب پایین میکنه. او کدام دانشمن هم نیست، کدام دانشمن هم نیست، کدام سواد ملایم نداره و او اصلا در جامعه ما و شما ارتباط نداره و امی بود که مردم این عقل داره که انتقاد کنه و اینمی امی اشخاص ها که مردم میدانه این نقد زی باز از جانب کسایی که در سطح نویسندگی وجود نداره، مردمی عادی هم نقد بجای است. اونا همی شعور داره، اگر قلم نداره همی شعور داره، همی رو درد میکنه. همی نا هم میگی ما رو کافر گفته، هم میگی ما ازارا کلیسا گفته، ما ازارها فایش خانه گفته، این خوب به ما تاوین کرده، این کجا آوردیم؟
امی مردمی عادی که نقد کرده، اما نقدش 100% بجای است. چطور به نظر شما چطور مثلا همچین عناصر پیدا میشن در این کتاب، کتابی که در مورد هزاره باید باشه و بعد میبینیم حالی انتقادهای دیگر هم من دیده بودم اینجا میگن که حتی مثلا حتی لوگوی مثلا این تحت تاثیر یک جریان خاص قرار داره، حتی کسایی که از هم جلد دیزاین کردن تا این مطالب اینی رقمی که در مورد شخص که علیه منافع هزاره فعالیت میکنه، چطور اینا آمدن تانستن جای پای باز بکنن در همچین پروژه‌ای و در جایی که خب اونجا آدم های بسیار اندیشمند و دلسوز هزاره هم هستن؟ من تو فکر میکنم که اونجا بله آدم های در آیات علمی دانشنامه آدم های دلسوز وجود داره، آدم هایی که هدف نیک وجود دارد، شاید نوشتایش هم هدفشان امی باشد که در راستای سرنوشت و هویت مردمی ما باشد، خودم قرص و مرضی هم وجود نداشته باشد، ولی یک تعداد آدم ها اونجا جای گرفتن که از سهلنگاری از اینا سوء استفاده کردن و اونجا نفوذ کردن، یعنی سازماندهی شده نفوذ کردن و اونا فعلا در اکثریت در نظرم قرار گرفته که اینی کسایی که دغدغه دانشنامه هزاره را دارن زیر تاثیر از اونا رفتن، یعنی اینا نمیتونن که بگوین شرایط طوری آمده که دفتر زیب خود مثلا فعلا در ایران هستن، اونا دیگه گفتن نمیتونه که یک نفر وابسته ایران رو بگویه که با آثارش در بین زی کتاب نبیاریم یا بیوگرافی خودش رو نبیاریم، و اینا کسایی که بودن خود را دمی منجلاب غرق میبینن، نمیتونن فعلا از این جلوگیری کنن، اگر انصاف باشه این انتقاد یه همه که بجای است، و اینا تالا در این باره جواب هم ندادن، در باره دیگر فا جواب دادن و در باره اینمی موضوع ها که رسیدن تالا چوب هستن، اصلا مشخص نگفته که اینا چرا از کدام دریچه اینجا وارد شدن، این را نگفته، و تحصیل از اینا سلنگاری و تسلیم در مقابل یک پروژه سازماندهی شده که در بین اعضای هیئت علمی دانشنامه نفوذ پیدا کردن، نفوذ بسیار قوی که اینا را تحت تاثیر قرار دارند. ما علتش را میدونیم. بسیار. فکر نمی کنین که مثلا لازم است وقتی که یک پروژه بسیار مهمی برای هزاره کار میشه، ای باید حداقل یکی از چیزهایی که در همون ابتدا باید در نظر گرفته باشه، ما مثلا یک مسئله را داریم ریسک اسسمنت میگیم که باید ببینیم چی ریسک هایی داره، حالی مثلا در هم مورد این پروژه مثلا یکی از ریسک هایش نفوذ همچین جریانی که با کاملا ضد منافع هزاره فعالیت میکنن و جایی که حتی کتاب ممکن است با سانسور مواجه شود در قسمت مثلا ریسک ها بیاید، و بعد با توجه به این گستردگی که هزاره داره در نقاط مختلف جهان، ما در همی کانال که در یوتیوب هست ما خب برنامه منتشر میکنیم روزگار هزاره ها در نقاط مختلف دنیا و میبینیم که هزاره ها دیاسپورای هزاره بسیار گسترده و وسیع هست در نقاط مختلف دنیا، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب گستردگی داره. آیا چرا همچین ریسک اسسمنت صورت نمیگیره و بعد که در یک جایی باشه کتاب آزادانه بدون مثلا دخالت جریان‌های خاصی نشر شود؟ خب ببینین، من قبلا بر شما گفتم که اول خو اینا تجربه دانشنامه نویسی ندارن، هیچ کدام از اینا، اینا با یک نیت خیر دوری هم جمع شدن و اصلا اینمی صحبت که شما کردین در فکر از اینا نگذاشتن، اینا این تو فکر کرده که ما با یک نیت خیر یک کار علمی رو شروع بکنیم، در حالی که در کار علمی نیت خیر اصلا وجود نداره، در کار علمی کار تحقیقاتی است، خیر است یا شر است هرچی که شما هدف قرار میتین امش باید نوشته کنید، امش خوشبین نباشید، قضاوت را هم در مردم بگذارید، ولی شما اونو هدف باید نوشته کنید که چی کسایی هویت هزاره دارد، چی کسایی هزاره هستند. اینا اینی کار اول نتونستن، تجربه هم نداشتن
و اینا ریز کردن پیش بینی نمی کردن، اینا فکر می کردن که مانند کتاب های دیگه مثلا روزانه صدها سال کتاب نوشته میشه و مردم اصلا پروایش هم نداره، اصلا نمی خوانن آلی نمی خوانن. اگر خوان دارم انتقاد میکنن، انتقاد هم آدرسش معلوم است، در انتقاد آدرسش نویسنده کتاب است. خب او موضوعش حل است، او رد کردن ازم وجود داره. حال مشکل زی کار ده ایست که کتاب این کتاب از آدرسی از آره ها نوشته میشه، از آدرسی از آره ها نباید از آره ها تحقیر شود، از آدرسی از آره ها کسی که او میگه در یک منطقه 960 پایش خانه است، در یک منطقه 300 اضافه 300 کلیساست، او باید در اینجا جای نداشته باشه، چون این حرف دروغ است. اگر اسناد می بود، اگر اسناد، بله نوشته می کردن، نوشته می کردن که اینی آدم اینی حرف گفته، اینی هم اسنادش. وقتی که از آدرس نوشته می کنید، مثلا 100 سال بعد، این رو خود می خوانه یک آدم. یک آدم شاگرد دانشگاه است، میره تحقیق میکنه، تیزیز خود نوشته میکنه. در باره از آر نوشته میکنه، اون چه پیدا میکنه که در یک منطقه کوچک 960 فایشه خانه بوده که در کل تایوان نیست، 300 کلیسا بوده که در شهر روم نیست. این چی رقم میگید؟ چطور جامعه بوده؟ شما ببینید که اینجا اشتباهی فایش بوده، از کنترول زنا خارج شدن، اینا نتانستن که امو انضباط داشته باشه. وقتی که مدخل تقسیم کرده، اینجا نفوذی ها جای گرفته، وقتی که تا اینا در بالا اصنیت داشته بوده، در پایین وقتی خبر میشه که وقت کتاب چاپ کردن، وقت کتاب چاپ شد، این نتیجهش همین چیزی برآمد که امروز ما و شما میبینیم. بسیار خب، حالا ما در ابتدای برنامه در مورد اشاره کردیم به تفکر انتقادی، نگاه انتقادی به منبع، و خب این در سطح عموم، یعنی ما انتظار داریم، یعنی کوشش میکنیم، یعنی همه باید کوشش بکنیم که تفکر انتقادی و نگاه انتقادی به منبع در سطح عموم جامعه ما گسترش پیدا بکنه. و علی مثلا در دنیای غرب مثلا از طفلان از کودکی یاد میدن که باید نگاه انتقادی داشته باشن، هر چیزی را نپذیرن، و بعدی به همین شکل عمیق شده همین خط دنبال میشه، حتی تا مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه ها باید عمیق جدیتر مثلا در اونجاها و شدیدتر و سختگیرانه تر در اونجا دنبال میشه. حالی در اینجا شاید کسایی که در دانشنامه همکار بودن، شاید دمی لازم بود یکی از کارهای دیگه هم که انجام میدادن، دمی نگاه انتقادی و منبع بود، تفکر انتقادی میداشتن تا بعضی از مشکلات جلوش گرفته میشد. در این مورد شما چی نظر دارین در مورد ای که نویسندگان این کتاب یا دستاندرکاران این کتاب باید تفکر انتقادی میداشتن؟ اگر اینا تفکر انتقادی و تفکر پذیرش انتقاد میداشتن، پذیرش انتقاد، کار زنا بسیار خوب پیش میرفت. اینا نباید خود در مقابل انتقاد درست در خط مدافع قرار می گرفت یا توجیه می کرد. اشتباه باید توجیه نشود. مثلا شما شاعر هم هستید، یکی از شاعرای بزرگ قرن 20 به نام رابرت فراست، او نوشته میکنه، او خیلی آدمی مشهور است، میگه عقلا وقتی که اشتباه میکنه متاسف میشه. این کسی که عاقل است، هوش داره، عقل داره، وقتی که اشتباه میکنه متاسف میشه، جگرخون میشه، میفهمه که ما اشتباه کردیم. ولی آدمی نادان میگه فلسفه میبافه. این منظور از فلسفه ایست که صد دلیل میاره که ما اشتباه نکردیم، متاسف نمیشه، دلیل میاره، توجیه میکنه. ولی ما ایره میگیم که هر کس اشتباه میکنه، هر کس از اشتباه مبرا نیست. وقتی که اشتباه را قبول کردی که اشتباه شده، اون زمان پخته شده میری. امید در جواب سوال شما که میگین از دوران مکتب، که اینا اطفال خردسال خود از کودکستان به انتقاد عادت میتن، اینا را
اینا ببینیم تا زمان دانشگاه چند بار تیزیس رد میکنن، چند بار مقاله رد میکنن، چند بار. اینا منظورشان نیست، منظورشان نیست که باید پخته شوه جامعه، علم رشد کنه. علم همینطور است که شما میبینید که علم و دانش و نویسندگی در این کشورها رشد کرده، تقریبا در سطح آسمان رسیده. و شما ببینید جامعه ما را که علم چی اندازه فقیر است. امی شما همی جامعه افغانستان فکر کنید، دل شما برشان میسوزد که چقدر فقیر است علم در افغانستان. چند تا دانشمند و چی ما داریم که یک کتابی نوشته شده باشه، کمو کتاب در ایند بخونه، در آلمان بخونه، در امریکا بخونه، در استرالیا بخونه و ترجمه کنه، بگه این یک دانشمندی افغانستانی اینی تو یک کتاب نوشته کرده. ما نداریم. علتش هم همیست که وقتی که ما هر کدامی ما میگیم که ما حرف آخر میزنیم، ما هیچ قابل انتقاد نیستیم. ما در حالی که در دنیای پیشرفته یک عضو اکادمیک اگر نوشته میکنه که اشتباه ثابت میشه، بسیار دوستانه یا معذرت میخواد یا میگه که ما اشتباه کردیم، قبول میکنه. صدها دانشمند اشتباه خود قبول کرده، مردم هم به او آفرین گفته، مردم هم آفرین گفته. ولی بدبختی دیست که این اصحاب دانشنامه، ما 6 سال قدیز اینا صحبت کردیم، 6 سال اینا تا هنوز حاضر نشدن که بگوین که خوب شد، ما نوکار بودیم، نوکار. این خود مثلا شاید دیده 50-60 جلد برسه، فعلا جلد اول است. بیاین دوستا، اما کسایی که شما میگید بیاین که یک جایش میخ کتاب است، مردمی سرنوشت است، بیاین که میره درست کار کنیم، بیاین که اشتباهات اصلاح کنیم، کار در مریض در رای درست هدایت کنیم. و این های کار نمیکنه، یا میگه نه، این می کاری که ما کردیم، اول کسی نامد، ایش شاید راست بگویه، اول کسی نامد، اول ما رو تنها گذاشتین، اول اصلا نرف ما رو جدی نگرفتین. آنه که ما این کار کردیم، جلد چاپ کردیم، دسترخوان ما رو تیار کردیم، شما آمدن نان پخته ما رو میخورید، شما نان پخته ما رو، ما نمیبانیم که نان ما رو شما بخورید، ما دل ما این می کار میکنیم. اینجا اشتباه میکنه، امین نان پخته تا نوش جانتا کس نمانین، ولی امی کار درست بکنین، انتقاد مردم یا بشنوین، قناعت بیتین، یا امور در مدخلای زی اضافه کنین. کسایی که مدخلای غرزالود نوشته کرده، نام شما را بد کرده، اونا را از کار منفک کنین و اعلان کنین که ما امی آدم از کار دور کردیم به خاطر که نام ما را بد کرده بود، اشتباهی فایش کرده بود. اینا خیلی کار نکردن، جلد اول ویرایش جدید کردن، قبول کردن انتقاد، ولی نوشته خو نکردن که ما از شما مردم حضور میخواییم، عرفای شما را گرفتین، فلان چند نفر که فلان مدخل نوشته کرده بود، اون مدخلا رسما نوشته میکردن که باطل است و کسایی که مدخلا را نوشته کرده بود دیگه با ما همکار نیستن. این کار را نکردن، گون گذاشتن که بعد از او در مدخل، در آرایش امو مدخل بازم جنجال خسته که اکثرا چی با اسناد و مدارک نوشته کرده، این تو نبوده که دانشنامرش ندیده باز آمده از کلیخ نوشته کرده. نه، ما در بس گفتیم این کسایی کنه شما اونجا ماندین پوستایش هم بسیار دقیق هم انتخاب کرده، یعنی شما خاندین نظریات مردم که آمده اینجا امرای ما مصاحبه میکنه، مردم حق داره خود. آقای عدالت، من روی البته یک سایت اینترنتی هم داشت داره، حالا نمیدونم بهتر است که خود کسانی که در پروژه کار میکنن پاسخ بدن که داشت یا داره یک سایت اینترنتی. تا چند روز پیش من باز کردم، در دسترس بود، امروز میبینم در دسترس نیست، دومینش، دومین نیمش حالا اکسپایر شده، چه اتفاق افتاده نمیدونم. ولی در اونجا بعضی مطالب را دیده بودم در مورد مجل یا ویرایش اول امی کتاب و ای که چرا مثلا ویرایش دوم را اونا شروع کردن و در اونجا مطالبی را نوشته بودن و بعضی جاها هم تشکر کرده بودن، پذیرفته بودن انتقادها را و
خاطر نشان کرده بودن. در من بار دیگر یادآوری میشم که از آقای شفایی عزیز، یکی از بستندارکاران این کتاب، دعوت کرده بودم که در اینجا اشتراک بکنن. متاسفانه نتونستن اشتراک بکنن، امیدوار هستم یک وقت دیگه اشتراک بکنن. و باز هم باید خاطر نشان کرد که هدف در این برنامه این نیست که ما بخوایم باز یک شکاف ایجاد بکنیم بین جامعه هزاره. نه، ما میخواییم اتفاقا نزدیکی به وجود بیایه، پیوند بین هزاره به وجود بیشتر باشه و این پیوندها عمیق‌تر هم بین هزاره ها برقرار شود. اینجا آقای عدالت عزیز تشریف دارن، یا ما برنامه رو اینجا که داریم قصد جسارت نداریم، فقط میخواییم امو نظرات مختلف را به صورت جدی و قاطع همطور که آقای عدالت میگن ارائه بکنیم. و ای امیدوار هستم که این تصور برای بینندگان یا کسای دیگه ایجاد نشود که ما میخواییم تلاش میکنیم مثلا در این بوه مثلا یک شکافی ایجاد بکنیم. نه، هزاره اتفاقا نیاز به پیوند و اتحاد بیشتری داره و امیدوار هستم که همی انتقادات کمک بکنه به نوعی که او کسایی که آمدن و کوشش کردند از راه‌های مختلف، از جمله مثلا نفوذ در این پروژه آمدن، باعث شدند که این پیوندها به اصطلاح کمتر شده. ما درک کرده این مسائل را و کوشش کنیم پیوندهای خودمون را عمیق‌تر و گسترده‌تر کنیم. آقای عدالت عزیز، که عمو شما اشاره‌ای کرده بودم به نوشته آقای میران، من اینجا اسکرینش را گذاشتم. یک نوشته دیگر هم در اینجا من دیدم از آقای تابش بود و او را هم در اینجا ماندم، البته صفحه اولشه که چون پابلیک هم هست دوستان میتونن پیدایش بکنن بینندگان عزیز و او را کاملش مطالعه کنن. اگر موافق باشیم بریم یک کمی نظرات که خب از دستاندرکاران امی دانشنامه هست و او را مرور بکنیم، کسایی که حالی به نفعی دانشنامه نوشته کردن یا به نوعی به اصطلاح اعلام حمایت کردن، اونا را هم یک دفعه مرور بکنیم. از جمله خب اینجا نوشته هست از آقای شفایی که به شکل بازم پابلیک عمومی در مورد شاهنامه، میگم شاهنامه پوزش باشه، دانشنامه قرار دادن. آقای عدالت عزیز، امی خلاصه دفاعیات کسای دستاندرکاران شاهنامه دانشنامه چیست؟ پوزش میخواییم بازم شاهنامه میگویم. چند تا برنامه ما داشتیم در امینجی در مورد شهنامه، شاهنامه و بعد گاهی وقتا اشتباه میشه دانشنامه هزاره. خلاصه استدلال و نظر دستاندرکاران دانشنامه هزاره چیست؟ خب تا جایی که ما و یک تعداد از دانشمندان و اندیشمندان و منتقدین هزاره با جناب آقای شفایی و همچنین حسن رضایی و آقای فیاض صحبت شش ساعته داشتیم، اونا ایتو میگن که اکثرا کسایی که انتقاد کردن اینا اصلا دانشنامه را نخوندن، این دانشنامه را نادیده انتقاد کردن، توجیه میکنن. و دوم این که اگر اینها انتقاد میداشتن، اینا باید انتقاد خود در فضای مجازی نشر نمیکردن که آسیب بزنه به حیثیت نویسندگان دانشنامه و جایگاه دانشنامه و تمویل کنندگان دانشنامه. اینا باید انتقاد خود با ما در میان میگذاشتن، با هیئت علمی دانشنامه در میان میگذاشتن، با ما جر و بحث میکردن و بالاخره در یک نتیجه میرسیدیم. خب این ادعا تا جایی درست است؟ این بد ادعا نیست. اگر همین کار میشود که منتقدین محترم با اصحاب دانشنامه در تماس میشودن، در تماس میشودن مسئله را از نگاه علمی و میتودولوژی
عل میکردن از نگاه اکادمیکی، نه از جنجال. مثلا میگفت که در فلان جای اینی اشتباه صورت گرفته، این شما این اصلاح کنید. اصلاح کنید و اونا میپذیرفت که بله امی اشتباه صورت گرفته، ما امیر اصلاح میکنیم. این کار درست بود، این کار خیلی خوب بود، این یک رای معقولم بود. ولی اصل مشکل در کجاست؟ مشکل در ایست که امی هیئت علمی دانشنامه یک کلکتیف منسجم نبودن. شما دیدین که مثلا 3-4 نفر از اعضای علمی از اونا نبودن با اینا هم کار، اونا کار نمیکرده بودن. اینجا اگه بودن هم مثلا 1-4 نفری بودن که اونا رسیدگی به اندازه انتقاد هم نمیکرده، کار از پیش از اینا اصلا سالنگاری شاریده است. مثلا اگر یک آدمی اونجی می بود که دلسوز در مردم می بود، دلسوز اصلا امیاداره رو او طرف بگذارده تا کنیسیان، اگر دلسوز در مردم می بود، در مردم افغانستان او نمیگذاشتن، اجازه نمیدادن که ارزش مردم افغانستان زیر سوال برای با نوشته کردن مدخل تیبیان و سید نقی، این نمیگذاشتن، به هیچ وجه اجازه نمیدادن. خب معلوم است که سنگر انگاری صورت گرفته. وقتی که او در دانشنامه میایه، او رو میبینن که او چی گونه یک آدم بوده، مثلا سابقه او چی کاره بوده، و فعلا وقتی که مصاحبه میکنه او چی گونه مصاحبه میکنه، چقدر دشمنی با مردم داره. بناهن از اول این شاریده او را بسته شد، او را کم ماندن. متاسفانه تا جایی که ما با یکی از دوسته منتقدی نرف زدوم، اونا میگن که اصلا ما امی انتقاد کردیم، اینمی انتقاد کردیم. مثلا از جمله امی امان فسیحی رو پیشتر شما نامش گرفتین، امی امان فسیحی میگن ما آزیر اصلا قدمینا همکاری کنم، ما امینا را چند بار گفتیم که امین جشتی با صورت گرفته، امینا ایج حرف مرا گوش نگرفته، امینا میگه حرف مرا گوش نگرفته. خب بناهن وقتی که سوی تفاهم به میان آمد، آن خاص دیجیتال است، یک آدم نوشته میکنه. مثلا وقتی که او آب در ناور نیست، در ناور وقتی یک آدم از ناور است، حیران میمانه که چی نوشته کرده. وقتی در باره کوتل اونه نوشته میکنن که او از نگاه جغرافیایی درست نمیتونن شرق و غرب زور نوشته کنن. خب یک نفر از بیسوز در امونج بود، آقای وکیل ناصری، آقای وکیل ناصری بسیار با الفاظ ملایم پیشنهاد کرد که او چیز که شما نمیشه کردین او چیز نیست، امیر اصلاح کنین. او نمیگفت، بسیار ملایم پیشنهاد کرد که اصلاح کنین. خب معلوم است که کمتر شنیده شده انتقادا، اونا وقت نداشته بوده سلنگاری کده، کار سلنگاری از ریشه خراب شده، از ریشه خراب شده. اینا اتکا به این کده که بگذارین امیره بدون ازی که شاید ای تو فکر کرده باشه که شاید کس توجه نکنه، یک بار اینه بگیم ویرایش کردیم دیگه، دانی مردم آرام شده، این ما عرف مردم گرفتیم دیگهش نوشته کرده میریم. دقیق نکردن، این کنترل بالای نویسندگان نبوده. شما دانشگاه خواندین، مثلا یک مقاله شما نوشته میکنین، یک ورق، اون ورق شما را دقیق استاد رهنمای شما میخونه، 3-4 بار اصلاح میکنه. اگه چاپ شده نبود یک مجله، یک مقاله 2 صفحه‌ای را 10 بار رد میکنه تا او پخته شده و بعدا نشر میشه. اینا وقت کسایی که مدخل نویس بودن، مدخل نویس از روش علمی استفاده نکردن، اما هر چیزی که نوشته کردن بدون ذکر اصلاح کنن، بدون ذکر نفر دوباره رایی کنن. خود سیستم اندیوالی و آشاری بودن، گفتم همین خفه نشه و یک چیزی نوشته کردن، کی در پروای جاغوری داره، کی پروای بیسود داره، خود نوشته میکنیم رو هیچ کس نمیبینه، در حال کتو نیست، حالی همه مردم باسواد شده رو میبینه، اقلا هم قریق میبینه. مثلا من امروز از یک آدم بسیار عادی از بلخاب یک آدم میکشه، شاید من نمیفهمم، شاید سوادش در سطح صنف 12 باشه، نوشته کرده در 12 قریه را که یعنی قریه در بلخاب آمده، یعنی قریه نامده، ایش نامده، نام قریه بسه که در اون مدخل شامل بشته، نام قریه ایش نامده. باز اونجا یک 2 نفر نامش نوشته کرده که وای به عالمی دانشنامه که کجا ایز یا
لازم بود که یا نامشته دانشنامه ذکر شوه که اینا من ایس یک شخصیت تاریخی یا علمی اونجا گفته نه یا تاریخ داره نه کدام اصحاب علم است. در مدخل بلخاب یک آدم یادی نوشته کرده. خب اینا حق داره. یعنی من یک سوال از شما آقای میران، شما ببینید این ازارهای اسماعیل کم نیستن. در تبیز دو چند تبیز نسبت به ازارهای ما دیدن، نسبت به ازارهای دوازده امامی هم. این ازارهای سنی کم نیستن، اونا خب به کلی این کار شده. شما ببینید ازارهای اسماعیل یک نفر دارن، یک نفر که آقای یحیی بیضاست. یک نفر، او یک نفر تا کجا برسه؟ اونجا خب باید یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر می بودن که اونا تحقیق میکردن، تحقیق میکردن تا همین مذهب اسماعیلی رو تحقیق میکردن. یک نوشته بسیار خوب بالا میداد، در حالی که مدخل اسماعیلی رو شما ببینین علی امیری بسیار انتقاد کلان کرده. شما اینجا نوشته علی امیری رو نماندید، امیدوار است به ازور هم بینین. در باره ابن سینا بسیار انتقاد علمی کرده، اگرچه لعنش تند است. درباره اخباری که مثلا چند قریه در غزنی اخباری است، اخباری یک شعبه شیعه دوازده امامی است که اونا مجتهدین بعد از چهار مجتهد دی اول دیگه قبول ندارن. درباره زو علی امیری انتقاد بسیار شدید کرده که هیچ کدام از اینا گفته دارای مدخلای درست، دارای منبع درست، دارای رویش تحقیقاتی درست نیست. خوب در باره ازارای سنی شما ببینین اونا یک نفر دارن که او هم در فعلا در امریکا است، آقای ساکایی. آقای ساکایی درست است که آدم شریف، آدم نویسنده، ادیب سرشناس کشور است، فقط اونا هم اما مدخلایی که انتخاب کردن خودشان هم اونجا گفت او در باره اندراب است، چون خود زو از اندراب است نوشته کرده کارش. من یقین دارم که کاری آقای ساکایی کاری غیر قابل انکار است، ولی شما دیدین که شورای سراسری از آراهای سنی مذهب اعتراض کردن که اگر کسایی تاریخ خونده باشه این مخزن یا منشه از آراهای سنی بادغیز است. این قوتش که یک زمان دم و دستگاه داشته بوده، نیمه پادشاهی و استقلال داشته بوده، سپاه و لشکر داشته بوده در مناطقی، اما وقتا اونجا تعیین کننده بوده. ای در کتاب های تمام کتاب های تاریخ آمدن، ولی از اونجا اینا یک نفر هم ندارن، تحقیق درست هم نکردن. شما ببینید با یک نفر آقای ساکایی که اونا آل ادعا دارن که ما در حدود 3 تا 4 میلیون نفر هستیم، در 17 ولایت افغانستان تقسیم هستیم، اونا یک نفر ندارن. از بدخشان اونا یک نفر ندارن. شما ببینید که اینی مشکلات اونا رسمی هم نوشته کردن، ابلاغی خود پخش کردن، دوستای از پیروان مذهبی اسماعیلی هم رسمی اعتراض کردن، نوشته کردن. این انتقادهای زینا انتقادهای بجای است که باید شنیده میشد و رای ال بریزی پیدا میشد و رای ال هم پیدا میشد. اونا هر کدامش نویسنده دارن، کتاب نویس دارن، مقاله نویس دارن، پیدا میکردن، عجله نمیکردن. ولو این خود در 2 سال، ولو که 50 سالی دوام میکرد کار پخته میکردن بهتر بود. 50 سال دوام میکرد کار پخته میکرد، کار میکردن که کمتر، البته بدون نقایص هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی. این تو ما نمیگیم که اینا آثار بیرون میدادن که یک قابل انتقاد نمیبود، هیچ چیز در دنیا وجود نمیداشته باشه، ولی آثار میداشت بیرون میدادن که اقلا کمتر آسیب پذیر میبود. آن خود سراسر آسیب پذیر است. بسیار خوب. یک شما اشاره کردین در مورد ازارهای اسماعیلی، قابل یادآوری است که در کانال یوتیوبی که داریم در آدرسش روی اسکرین هست، در ما اونجا یک گپ و گفت بسیار مفصلی با آقای دکتر یارسنا داشتیم از نخبگان و دانشمندان خوب هزاره که از جمله هزارهای اسماعیلی هم می باشند، که در مورد هزارهای اسماعیلی صحبت کردن، حتی جمعیت تقریبی هزارهای اسماعیلی را هم اشاره داشتن که من نمیگم در اینجا برن ببینیم بینندگان عزیز، و که فقط بگویم که اکثریت اسماعیلیان در او دوزخی که نامش افغانستان ماندن
هزاره هستند. اکثریت اسماعیلیان، اسماعیلی ها هزاره می باشند و خوب است گپ و گفت را بشنوند تا با جامعه هزاره اسماعیلی بهتر آشنا شوند. همچنین یک گپ و گفتی اشاره شد با آقای ساکایی، دکتر یونس طغیان ساکایی. ما یک برنامه ویژه گپ و گفت مفصل هم با آقای دکتر یونس طغیان ساکایی داشتیم، یک مروری بر زندگی و کار فرهنگی و اکادمیک ایشان داشتیم که او را هم میتونن و برنامه را هم در این کانال ببینن. آقای عدالت عزیز اینجا یک نوشته است از آقای محمد کاظم کاظمی، ایشان ویراستار این کتاب میباشن. در اینجا در لستی که من دارم اینجا ایشان جز ویراستاران میباشن و در این نوشته خودشان هم اشاره کردن به این مسئله. و البته در من همچنین نوشته هایی را هم دیده بودم، از جمله نوشته های آقای فصیحی که در مورد مشکلات ویرایشی او کتاب هم نوشته بودن که این مشکلات وجود داره. در مورد نوشته آقای کاظمی شما چه نظر دارین؟ خواندین این نوشته را شما؟ بله، من نوشته آقای کاظمی را خواندیم. فکر میکنم آقای کاظمی تا حالا دو نوشته بیرون دادم. خب نوشته دهی که آقای کاظمی یکی از شاعرای بسیار با نام و نشان افغانستان است و شخص شما شاعر هستید، میدانید دهی جای شک نیست، جای بحث نیست. یکی مثلا راجع میشه به این که آقای کاظمی قبلا از این دباره اداره ها شعرهای خوب هم داشته. آدم باید آدم با انصافی باشه، از بعضی دباره اداره ها گفته در شعرهای خوب، ولی مشکل در کجاست؟ مشکل در ایست که اونو دردی که مردمی اداره داره، اون مشکلاتی که مردمی ازارستان در او گرفتار است، او رسم و رواج هایی که در درون مناطق ازارستان و ازارنشین است، آقای کاظمی با اون مور ساخت و بافت اصلا آشنا نیست، با اون ساخت و بافت آشنا نیست و همچنان در درون بافت های جامعه ازاره اونا شناسایی ندارن. اونا مثلا امور ذهنیتی که قبلا درباره مردم ما و شما تبلیغ شده، مثلا اگر کس انتقاد کرد او مثلا مغول پارت است، او طرفدار چنگیز است، او با هزارای کویته ارتباط داره، این قسم ذهنیت داده شد سالهای سال در افغانستان، سالهای سال ذهنیت داده شد. مثلا یک آدم اگر بگوید، شاید شما مگر طفل باشید بوده باشید در یادتان مانده باشه که یک آدم اگر بگوید که من ازاره است، در بین خود جامعه ازاره رایج نبود، میگفته که این مغول پارد است، این فلان است، این منحریف است، این از دین بیرون است، ای رواج بود. در حالی که او از اورای پاکستان کدام گناهی نداره، اونا میگه ما اصلا هستیم. این نشد که ما را او بیرون شد، کلمه دقیق است. اینال اونا از نظر آقای کاظمی و اینا هم یک بخشش میگه این کسایی که انتقاد کردن اینایی وابسته با اونا است، در حالی که بیچاره یک نفرش هم انتقاد نکردن تا حالا، انتقاد نکردن، در حالی که دانشنامه ازاره از اول باید تعیین میکردن که ما ویل که نوشته میکنیم تکلیف ازاره های پاکستان چی میشه، تکلیف ازاره های ایران چی میشه، اینو همش گنگ است. بنان با احترام و جایگاه آقای کاظمی در این باره که برچسب بزنه، مثلا این را توجیه کنه، این یک قضاوت نارواس از نظر ما و ایم ناشی عزیز که در بافتی درونی جامعه ازاره و حتی آگاهی مردمی ازاره که انتقاد کردن او خوب اشراف نداره، بخاطر که بسیار زمان دیر شده که در ایران زندگی میکنه، با مفرهنگ ایرانی و فضای ایرانی و زمانی که رفتم با مفرهنگی که تبعیض علیه ازاره ها بود شنیده و افکار اجتماعی و امو گونه تشکل شده. خب معلوم دار وقتی که بسیاری خود ازاره ها ارتوجه میکنه، ما از اون گله زیاد باید نداشته باشیم، حتما وقتی که او یک اصحابش است او توجه میکنه کار خود. بسیار خب، اینجا متن نوشته آقای خروش هم هستش که ایشان هم
متن بلند و بالایی در صفحات اجتماعی نوشتن که با شما شریک میشن. دوستان باز میتونن بینندگان عزیزی نوشته ها رو برن و پیدا بکنن. حالا تیترش هم اینجا هست، اگر علاقمند به خواندن اینا باشن میتونن برن و مطالعه بکنن. آقای عدالت عزیز، در خب تیمی که من میبینم در این شاهنامه هست، اکثرین خب اینا امور رقمی که گفتن به شکل آشار، مثلا اگر امور رو در نظر بگیریم اینا به شکل آشار کنار هم دیگه جمع شدن. و ضمن اینکه ما بین پرانتز بگویم، آشار یکی از امو به اصطلاح یک بخش از فرهنگ خوب مردم ما هست که بعضی جاها هنوز دنبال میکنن، آشار میکنن، بعضی جاها متاسفانه فراموش شده. پرانتز بسته. در این تیمی که در اینجا جمع شده، خب اینا سالها مثلا مؤسسات فرهنگی را داشتن در ایران، از جمله دردری را داشتن، همون طوری که در نوشته های مختلفی که خودشان نوشتن آمده در اونجا. اما ما در چند دو دهه اخیر، سه دهه اخیر، ما یک نسلی از هزارها در داخل آمدن، تحصیل کردن و بعد در رشته های مختلف تحصیل کردن و بعد اینا تعداد قابل توجهی رفتن در دانشگاه های مختلف دنیا درس خواندن تا و بسیاری در دانشگاه های معتبر دنیا هم درس خواندن تا سطوح بسیار بالا، پی اچ دی گرفتن. حتی من کسایی را میشناسم که فوق پی اچ دی، فوق دکترا را دارن، اینا میخوانن و آدمای بسیار موفق یعنی هستند. و او یک زمانی شاید مثلا یک تعدادی از فعالان هزاره مثلا در ایران او وزنه اصلی را داشتن، ولی یک نسلی از هزاره ها به وجود آمده که در مراکز آکادمیک معتبر دنیا فعال هستند و می نویسن و چهره شناخته شده هستند که اینا خب در اینج از اون نیرو و توان استفاده نشده در این کتاب، در این پروژه. در این مورد کدام گپ خاصی دارین شما؟ در این مورد ببینین، ما با حرف شما موافق هستم که فعلا هزارها در دانشگاه های معتبر جهان هم تحصیل میکنن، اما یک تعدادشان فارغ شدن که در جامعه غربی جذب کار شدن. این توانای علمیش بسطی است که همسر با کشورهای غربی است، اما امکانات دارن. خب طبعا اینا میشه که از نیروی از اینا در ظرف یک مدخل دو مدخل در رشته تخصصی از اینا استفاده کرد. آدم باید آدمای با منصف باشه در قضاوت خود. اینا امکانات زیر نداره که چون مصروفی کار هستن یا مصروفی تحصیل هستن که اینا مدام هم کار زنا باشه، ولی برای زنا این امکانات میده که اونا یکی دو مدخل، سه مدخل، چهار مدخل اونا نوشته کنن از آثار زنا استفاده دقیق شوه. ولی متاسفانه من برای شما گفتم که وقتی که اینا کار شروع کردن، برای زنا مواد خام بسیار پیدا شد، مواد خامی که ارزش علمی نداشتن ولی ارزش چیزی داشتن که در کار آشار اینا صفحات کتاب پر کنن. کتاب خانوا یک اقسام کتاب است. این تو کتاب هایی هست که اونو نوشته میشه، اون روزی که نوشته شد یعنی تعداد آدم ها پول هم داره و چاپ میکنه، اما خودش هم اون نخونده، بعد از اینکه چاپ شد یک نفر در خانهش هم اون نمیخونه، ولی نامش به خاطر که نام بکشه یک جای در بیوگرافی خود بگویه که من این چیزا نوشته کردم، از اون چیزا پول در افغانستان کم در اون کتاب هایی که نوشته میشن بیخونن. ولی این کتاب از اون فرق داره. اینا مانند همون آثارهایی که در افغانستان تولید شده در سطح از اونا فکر کردن، این در سطح از این فکر نکرده که در این برخورد با سرنوشت یک مردم است و این را ذره ذره میخوانند، دانه به دانه میخوانند. مثلا من شما یک سوال میکنم، شما شاعر هستین، شعر بگید، وقتی کنج درباره شاعرها بس میشه 100% شما میخوانید، 100% میخوانید که تو باش اینجا چی کسایی آمده، چی کسایی آمده، در کدام وزن است اینا،
چون شما شاعر هستید در رو میفهمید که آیا این در رویش تحقیقاتی و علمی جایگاه هر شاعر مراد کرده نمیشه کده یا دمی هم سیستمی اندیوالی را یا سیستمی آشاری را که فقط نامی چند نفره که خودشان میشناسه امونا را بدون زیکی اینا ریسرش کرده باشه، تحقیق کرده باشه، آثار کسی دیده باشه امونجی اضافه کردن. از این خاطر اینا اشتباه کردن دوچار اشتباه شدن که این کار میشد، ولی اینا سلنگاری کردن. علتش هم این بود که اینا مواد خام در سطح پایین پیدا کردن که صفات دانشنامه را پر میکردن بدون کیفیت. اینا دمو اتکا کردن، زحمت نکشیدن که مثلا اینی آدم ها را پیدا کنه. زحمت داره دیگه، تکلیف داره، باید واسطه میکردن، میدیدن، پیدا میکردن، اونا رو قانع میکردن که اگر زیاد نمیتونن یک مدخل دو مدخل بین میسن و این کار شدنی بود و این کار نکردن اصلا. بلی، در یکی از انتقادات جالبی که من دیده بودم، یکی از مواردی بود که همیشه مثلا سالهاست که مثلا به این فکر کرده بودم و میبینم در اینجا تکرار شده. من یکی از انتقادات هم دیده بودم، به این اشاره شده بود، خوانده بودم چند روز پیش، اما پیدایش باز نکردم در اینجا که در این سلاید اضافه کنم. و او این بود که اگر محتوایش را مضمونش را بگویم به این شکل بود که خب مثلا آمده در این کتاب آمده از یک نفر، یک مثلا نویسنده افغان آمده مثلا روایت شده که فلان نویسنده افغان چنین میگه به نقل از یک نویسنده مثلا فرانسوی یا مثلا آلمانی یا انگلیسی همچین چیزی رو میگه. باز در ای میبینیم که چند دست گشته، مثلا فلان نویسنده نوشته کرده که فلان نویسنده چنین میگوید، یا گاهی وقتا مثلا سه دست مثلا میگرده ای فلان نویسنده نوشته کرده که فلان نویسنده نوشته کرده که فلان نویسنده چنین میگوید، یعنی اینی رقم. حالا چی رقم به کدام زبان ترجمه شده، از دست اول آمده در دست دوم، دست دوم در دست سوم، و با او قرض و مرض سیاسی که معمولا هست که علیه هزاره هم به شکل سیستماتیک وجود داره، او چی رقم ترجمه شده، چی رقم باز او در ترجمه باز آمده دخالت کرده، اینا ما میبینیم. متنی که مثلا روایتی که حالی به دست ما بعد از دو دست سه دست میرسه معلوم نیست واقعا همون چیزی است که اون نویسنده اول گفته یا نگفته. بعضی موارد من دیده بودم، در امی انتقادات هم اشاره شده بود به این موارد. در این موارد شما یک اشاره کردین، کسایی که باید کار بکنن در این قسمت باید توانایی داشته باشن به زبانهای مختلف، از جمله به انگلیسی، به روسی. کدام مورد خاص دیگه هست که متذکر شوین؟ ببینید این سوال شما دقیق است. من در صحبتهای خود اشاره کردم که وقتی که خود انسانها در بازار نباشند دیگه انسانها او را خرید و فروش میکنند. وقتی که خود انسانها نباشند، وقتی که خود ازارها در باره خود ننویسند، حتما دیگرا در بارش مینویسند. از همین سبب است که تاریخ مردمی ما را غرزالود و مرزالود در مدت 130 سال وارونه جلوه دادن، دیگران نوشته کردن. نظر به حرفایی که شما گفتین، فعلا وقتی که او زبان قلم گرفتن از مردمی ما، کتاب گرفتن، اجازه نمیدادن، شما خبر دارید ممنوع بود همه چیز. وقتی که فعلا نظر به پیشرفت جهان، نظر به حوادثی که در افغانستان رخ داد، قلم دوباره در اختیار مردم ما قرار گرفت و آلی دارن از قلم استفاده میکنن، از مکتب و دانشگاه خواندن، نتیجهش دیدن. فعلا دارن که هم نمونهش است که خودشان میخواین روایت و قرائت خود نوشته. خوب وقتی که روایت و قرائت خود نوشته میکنن، من با شما موافق هستم که اینا برن ببینن منابع اولیه قدیمی را، منابع اولیه ای که قبلا چگونه حوادث بالای مردم ما رخ داده و اینا حتما وجود داره. از جمله من میگم که گفتم که در آرشیف انگلستان، در آرشیف
این دوستان در آرشیف روسیا ای حوادث وجود داره، فقط این زبان به کار داره که بیداری و تحقیق و ریسرچ کار داره. من اینجا خوب است که یک مثال بر شما یادآوری کنیم که تا جایی در دانشنامه هم ارتباط داره. ما در پلتفرمی که صحبت میکردیم که هم آقای شفایی بود، هم آقای حسن رضایی بود، هم آقای فیاض بود، اونجا یکی از دانشمندای بسیار خوبی ما، یکی از اندیشمندای خوبی ما، یکی از مریخی بسیار زحمت کشی مردمی ما و شما، آقای محمد گلزاری بود. دمود آقای محمد گلزاری آدم شریف، آدم حوصله‌مند است که همین صحبت ها را میشنوید، همین صحبت ها را میشنوید و در آخر از برخورد از اونا، چونو خودش عالم و دانشمنده، بسیار ناامیدم شد، چونو کار بسیار زیاد درباره تاریخ مردم ما و شما کرده، آخرین کتابی کن نو منتشر کرده. نو اونا از منبع و دیست اول گرفته، همین تکلیف ایز کرده، زحمت کشیده، تا حدود 10-12 سال زحمت کشیده، وقت خود ضایع کرده، رفته خودش گفتم اونجی که ما ایرا از آرشیف انگلستان اسناد ممنوعه که بوده و فعلا برآمده، از ممنوعیت خارج شده، درباره مردم با شما و جنگای اورزگان ما اینا را کشیدیم و ما ایرا که تقریبا کتاب سو شاید اینا معتبرتر یا غنیتر حتی از متن سراج تواریخ باشد، به خاطر که سراج تواریخ روایت دولتی است، روایت دولتی است که تبلیغات دولتی در بین شامل هستند، فخر فروشی کرده که ما این تا کشتیم، زدیم، کنیز گرفتیم، غلام گرفتیم که مردم عبرت بگیرن، ولی در اونجا عقایق نکاس داده شده، قراری که خودی آقای کی گفت، یعنی مثلا اصل حادثه که در مناطق هزارستان و هزارنشین و اورزگان واقع شده، او انعکاس داده، نوشته کرده با اسناد دیست اول، با اسناد دیست اول. او همونجا انتقاد داشته دانشنامه. وقتی که شما در قضیه اورزگان یا قضیه افشار شما ادبیات خونسا میسازید، روایت دشمن میکنه که اونجا مردمی ما شورش کرده، این گپ درست نیست. این او خودش می نویسه دانشمند، این گپ درست نیست. شما این صلاحیت رو ندارید. وقتی که از آدرس مردمی خود نوشته میکنین، بالای مردمی اورزگان عمله صورت گرفت، بالای خانشی، بالای زمینش، این شما اشتباس که کار میکنین. شما اونجا یک کلمه داره که اصلاح شدنی نیست، که مردم مقاومت کرد، مقاومت با شورش فرق داره، هر کدامش باری جداگانه داره. باید شما چون از آدرس خود نوشته میکنین، یک کس قبول میکنن نمیکنن، این بگذار در آینده قضاوت کنن، ولی مردم اورزگان، مردم مناطق هزارستان و هزارنشین، اونا مقاومت کردن، از خانه، جایداد، زمین و مال و اموال خود دفاع کردن، شکست خوردن، شکست خوردن. بعد از اون عوادی سر امان گونه که روخ دادن نوشته میکردین، این درست بود. همچنان شما در قضیه اورزگان نوشته میکنین که زمین ها را تصرف کردن، این کلمه تصرف این غلط است، کسی زمین های مردم ما را غصب کردن. کلمه تصرف با کلمه غصب، کسایی که ادبیات خوانده خود بسیار فرق داره، زمین های مردم غصب شد. خوب این رو بگیریم، مردم رو کشتن، زمین رو زمین چرا گرفتن؟ زن رو گناهکار نبود، فرزندای رو گناهکار نبود، زمین مردم چی حق داره؟ در کشوری دیگر جنگ شده، خب بعد از جنگ مردم صلح اعلان کرده و اونجا چون نسل کشی دست دادن و با شما میگن که زمین تصرف کردن، او خود همونجا او یک دانشمند استدلال کرد. همچنان مثلا مردم ما اصل جنجال هم از مو خیست، مردم ما هر حرف قبول کنم یه حرف خوب از هم روایت خود باید داشته باشه. همچنان در مسئله افشار که میاییم، در مسئله افشار نباید کس روایت شورای نظار بکنه، به خاطر که شورای نظار یک تشکیلات نظامی بود که قدرت با زور گرفته بودن، در مقابلش حزب وحدت هم زور داشتن، اینا مذاکره میکردن که بیاییم قدرت تقسیم کنیم و نه شما
از رای مردم آمدین، نه از ما از رای مردم هستیم. بیاین که رایگیری کنیم خیلی، برین به طرف انتخابات. خونا قبول نمی کردن. بالاخره اینا نرفتن، نه در خیرخانه رفتن، نه در شاشهی رفتن، نه در کمری رفتن، نه جای. یک کسی که ادعا، یک تنظیمی که ادعای دولت می کردن، از زمین و آسمان بالای خانه مردم مبلغ کردن. بالای خانه مردم که او مردم این حکومت قبول نداشتن. او حکومت در زور تفنگ بود. اگر حکومت های زور تفنگ قبول شد، همیلزه اون طالب هم گرفتن. چرا جنجال است؟ خب مردم قبول ندارم. بنابراین نباید شما اصطلاح شورش در مقابل دولت اسلامی رو به کار می بردید. می گفتن که حزب وحدت در مقابل شورای نظار مقاومت کرد. بنابراین اصل این کلمات خونسا، یعنی روحی مردم خراب کردن و خسته کردن در ادبیات، این هم کاری درست نیست. از آدرس خود فرزندای ازاره، از آدرس منظور نیست، خود فرزندای ازاره که فعلا وقتی که صاحب قلم شدن اینا حق دارن که روایت خود کنج آقای گلزاری استدلال کرد که در کتاب هم گفت، من نوشته کردیم، حتی چند دانشمند انگلیسی که با ما صحبت کردنم اونا گفت از ما پرسان میکردن کلمه ریبیل، ما بالای زنا دانشمند های انگلیس انتقاد کردم که چرا کلمه ریبیل، این کلمه کسایی است که مردم رو نسل کشی کرده، چرا شما کلمه ریزیستنس را استفاده نمی کنید؟ خوبترین کلمه کلمه ریزیستنس یا مقاومت است. شما ایتونه ما این رو به خاطر گفتیم که این ازارهای مانند گلزاری در این سطح آدم ها رو داره که اگر اونجا مشوره می شد اینا مشوره می دادن که از نگاه علمی، از نگاه اکادمیک مورد نظر قبول زنا قرار می گرفتن. درست است. حالا خب به ویژه ای بسیار مهم است زمانی که هزارها باید اون روایت های بسیار کلانتری را که طی چندین دهه بعد از نسل‌کشی بزرگ هزاره در آخر قرن 19 هم شکل گرفته بود، هم به شکل حکومتی دولتی و خودش رسمی و خودش ترویج می شد و بعد در سطح بین‌المللی هم ترویج می شد. و خب بسیاری از کسان نویسندگان بزرگی، آدم های سیاستمداران بزرگی، دستگاه های عریض و طویلی پشت این روایت سازی ها هستن. نظاره در موقعیتی است که باید با این روایت ها هم مقابله بکنه تا روایت خود را به اصطلاح بگویه که این شما خود در طی مثلا بیش از یک قرن از این روایت غالب را آمدیم برای خودتان درست کردن، اما صدای ما ای هست، حقیقتی که ما میدانیم این ای هست. و خب امیدوار هستیم که آلی همین یک بهانه باشه که از بعد هزاره ها جدیتر مثلا را دنبال بکنن و این روایت را آلی نه در سطح مثلا شاهنامه بلکه یک سطح گسترده تر بین المللی برای تغییر ای براین. آقای عدالت عزیز، اینجا خب من یک همین رقم که شما صحبت میکردیم بعضی از نظرات مختلف را هم گذاشتم اینجا، کسایی مثل آقای سنچارکی هم یک نظر دادن و عرضم به حضورتان، اینجا کسای دیگه هم هستن از جمله آقای خلیلی که بازم ایشان یکی از دست‌اندرکاران دانشنامه میباشن و اینجا هم هستن کسایی دیگه. آقای سعادتی یک چند نوشته از آقای سعادتی من دیده بودم، ایشان را هم نوشته هایش را آورده بودم. بعضی نظرات اینی رقمی هم از مثلا ایشان آقای وکیل سابق آقای رحمانی هم آورده بودم که ایشان هم در امو به اصطلاح جمع طرفداران این دانشنامه بودن و یعنی یک بسیار کوتاهی از ایشان هست که در فیسبوک نشر شده بود. حتی کسایی مثل من میبینم که آقای مثلا آقای یاسر محسنی، همی یاسر محسنی همی اولاد همی آقای محسنی نیست که معروف است به کسی که همش تفکر ضد شیعه داره، ضد هزاره داره و تبلیغات بسیار زیادی میکرد و فتوا و در دستگاه عریض مذهبی خودش علیه هزاره بسیج کرده بود. امو هستن. بله. بعد اینجا نظر
به اصطلاح بازم آقای رحمانی هست و در اینجا ما نظر آقای فیاض هم هست در اینجا بازم آوردیم که باز میتونین این نظرات را برین اگه بینندگان عزیز میتونن پیدا بکنن و مطالعه بکنن. این ای بود یک گزیده ای از امی نظرات به اصطلاح منتقدانه و نظرات کسایی که طرفداری کرده بودن از این کتاب. در مجموع اگه بخواین باز نکات دیگه ای هست کسایی که دفاع کرده بودن در مقام دفاع از این دانشنامه برآمده بودن، نکته دیگه ای هم هست که بخواین شریک بکنین؟ ببینید اینکه در میان کسانی که مطلق دفاع میکنن بر زنا یک سوی تفاهم رخ داده، سوی تفاهم به این رخ داده که اونا این تو فکر میکنن که یک تعداد شمشیر به دست گرفتن اصلا مخالف دانشنامه هستن، یا کدام غرض و مرض دارن نمیخواین که دانشنامه نوشته شود. ما خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که آقای میرزار چند بار از کلمه شاهنامه استفاده کردن یا شاهنامه استفاده کردن. شاهنامه بلوچی امی چی است؟ دانشنامه است. اینجا تمام بحث بالای دانشنامه است. خودش آدم در جریان چی از من اشتباهات نفسی روح میده. بناهن این سوی تفاهم است. هر کسی که ایره نوشته کرده، هیچ کس مخالفی نوشتن کتاب نیست. موت آدمی پیدا نمیتونیم که او اگر مغز داشته باشه، انسان باشه، مخالفیزی باشه که یک کتاب نوشته نشوه. اونا سوی تفاهم روح داده. هیچ کس نیست. حتی امو بدا هم نیست مخالفیزی از مردم ما. ولی مشکل در این کسایی که انتقاد میکنه طرفدار تولید یک کتاب خوب است، یک آثار خوب است. طرفدار بسیاریشان آدمایی است که نقد علمی و اکادمیک کرده، ولی اونا متاسفانه علمی را در سطحی غلط تحلیل کردن. در حال که ما امیر قبلا گفتیم از آقای گلزاری گرفتم تا شورای علی تسنن، تا می چند نفری که نام بردیم، تا از آراهای اسماعیلیه، اینا هم میگیزن نقدشان وارد است. نقدشان این مثلا ندامی شما دمی آیاتی علمی دانشنامه می بودیم، من شما یک سوال میکردم. خب همینجه اصداد محترم که فعلا یک قوم جداگان هستند، یک قوم جداگان خودشان هم میگن. خیلی اینجا به نام ازاره فرنگی گرفتم، این قبول امی ازاره فرنگی اصلا اون چیز وجود نداره، من قبول ندارم. خب بر قبول میکنی حالی اینا خواهمی تمام کتاب هست، شما بارین خودتان شاید هستید. اما متن شعر دوباره شعر که نوشته شده شعر امور ببینین اونجی از کاظمی کاظمی شروع بشه، از کاظمی کاظمی با ابو طالب مزفری. خوب فکر کنید شاعرهای ازاره از کاظمی کاظمی و ابو طالب مزفری شروع بشه، باز در پشتش هم تا که میایه سادات دوسره است. این تو سادات نیست که خیر است که در اول سید نوشته باشه، به خاطر که اونا از ازاره فرق شده. این تو شده که این ازاره فرنگیز دو تخلص سید داره، مثلا سید فلانی حسینی که در حضرت امام حسین باشه، سید فلانی هاشمی که در حضرت هاشم باشه، سید فلانی محمدی که در حضرت محمد باشه، به خاطر تمایز. اونجا اصلا یک نفر یا دو نفر ازاره آمده. اون بس فیاض پرسان کرد که تو چطور می در دانشنامه ازاره امیر نوشته کردی؟ اگر یک روز می پرسان شود که سادات محترم امی قبول چند فیصد جامعه ازاره را انصافانه بگوی تشکیل دیده، این کارش آسان است. شما برین در تمامی محافل که ایجاد میشه، چی در ایران، چی در افغانستان، در سر تا سر ازار نشین، هر محفل میگیریم در اون محفل یک یا دو فیصد چی سادات است. این خوبترین محفل که اونجا آقای وجد، بچه های آقای وجد موعظه میکنه، یا از زمانی که خود محسینی موعظه میکرد، محسینی در زیر منبر زور 98 فیصد ازارش شده بود. 98 این حال جامعه را اینی را قیاس کنید. خب نصف نویسنده ها، نصف کسایی که آمده بالاتر اوناست، بالاتر ای هم قبول. خب امی وقتی که وا ای قدر نقش داره 2% است، امی تکلیفی از آرای اسماعیل چی میشه که یک نفر است؟
او در متنش نامده. امی تکلیف از آرای سنی چی میشه که یک نفر است یک اندرا به اون چیزی که کرده. این به مانایزی نیست که مثلا کس زیدی کس است. هیچ کس زیدی کس نیست. چی را باشه مگر انسانی احمق باشه، نادان باشه که در کلمه در زید کشیده شد. کلمه زید اینجا وجود نیست. کلمه ایست که این خودی از آراد کجاست. اگر می دانشنامه را برای از اونو نوشته کردید امو که میبینه که همی شعر زی از کاظمی شروع میشه در مثلا در سید هاشمی ختم میشه، امی تو کامران میرزا در کجای زی وجود داری؟ یا حتی ما در او صفحه در او جلی هست که چیز است، در بیو صفحه آخر که دیدید او باز یک صفحه بحث هست. خیره خب، ولی خب من منظور بله. اینه که اینی عرفا ای کاستی هایی هست. یعنی من برای شما شرافت مندانه بودم، من یک آدمی بودم که در حدود 5-10 نوشته که یا اقدام کردن که نوشته کنم در نفیز می کتاب کده. این ده ها نفر مرا دشنام دادن، تلفن کردن که خودت خوی یک نفر مدای زینا بوده. مد ذهنیت پاک بوده که برای اولین بار مردم ما خودش خود معرفی میکنن. این محاله پشتبانی میکنیم. بگذاریم که 130 سال یا اضافه در حدود 300 سال مردم ها در باری ما نشته کرده. یک دفعه مردم ما صاحب قلم شده، اجازه میدن دیگه مردم افغانستان هم مردم جهان هم کمی خودم اینا بگویه، باز اونا انتقاد کنن رد کنن و حق زناست، هر کس هم حق داره. بگذارین کمی خودم مردم بگویه که ما کی هستیم چی هستیم، اون زمان باز قضاوت کنین در ردش از آرار جد کتاب نوشته کنین. ولی این درست نیست که یک از آدرسی از آره ها در پولی از آره ها در امکانات از آره ها نوشته شما بازی ها استدلال کنه که ما ای را در پول شما نوشته میکنیم. شما را مقاومتتان را شورش میگیم. شاعر و نویسنده شما را گم میکنیم در بین زی، ولی شما باز مرد شدیم ای را رد کنیم. ای کار درست نیست، ای انصاف هم نیست. این اگه یک آدم از آدرس خود نوشته میکرد، یک تاجیک نوشته میکرد، یک ازبک نوشته میکرد، یک پشتون نوشته میکرد، پروا نداره. از آنها چون کتاب نوشته کردن، ما را گفتن اجازه میخواد نیست. کردن، قلم داشتن، زور داشتن، تفنگ داشتن، نوشته کردن. حالی که نوبت قلم در خود مردم ما رسیده، اجازه بیدن که مردم ما همون گونه که خودشان از خود تعریف میکنن، اونم را نوشته کنن. از آدرس و پول خود و قلم خود بعد از باز دیگران بگویم هر کس که هست بگویم ما امی نوشته شما رو قبول نداریم، اینی هم مدرک ما، اینی هم اسناد ما، اینی کار شرافت مندان است. حالا بیشتر از 2 ساعت میشه، 2 ساعت و 6 دقیقه من میبینم اینجا هستم. اگه گپ خاص دیگه ای در مورد این کتاب هست بگوین، اگر نه که من سوال آخر را از شما بپرسم. عرفی خاصی ما در مورد این کتابی است که هر کسی که شرافتمندانه دغدغی اسیر داره که این آثار درست نوشته شود بدون غرض و مرض است، یک کمیسیونی تشکیل شود از صاحب نظرهای هر دو طرف عرف خود دوستانه در میان بگذارن و در نتیجه روایت این کتاب از آدرس ازاره ها از قلم خود ازاره ها خود تعریف کنند. اینی پیشنهاد ما برای هر دو طرف بدون غرض و مرض. در هر دو طرف انسان های منصف وجود دارد. این کار علمی تحقیقاتی است، نظر به کار علمی و تحقیقاتی، نظر به میتود اکادمیک این قابلیت است. هنوز با آغاز کار از این خوشایند 50 جلد برسن، میتونن جلوش بگیرن، میتونن دوباره ویرایش کنن، فرق ندارن. اگر 100,000 $200,000 رفت، ولی رویت خود زیر سوال نبرن، این درست نوشته کنن و این رو باید رایش پیدا کنن. هر دو طرف باید راه رو پیدا کنن. اینی پیشنهاد ما.
بگذاریم پس من دو سال یکی در پیوند با امی گپ آخرتان باشه در مورد کتاب. حالا مثلا امی دستندرکاران دانشنامه آمدن و گفتن که بسیار خوب، ما امی گپ را قبول داریم. کسایی که مثلا منتقد هستن، کسایی که اهالی فن هستن، بفرماین این گوی و این میدان همکاری بفرماین. باز از این طرف آیا به نظر شما همی منتقدان، کسایی که اهالی فن هستن، واقعا همکاری میکنن؟ چون یک کار دوامدار و بلند مدتی هست که نیاز داره که انرژی زیادی میخواه، انگیزه زیادی میخواه و گاهی وقتا متاسفانه من میبینم که نخبگان هزاره بسیار یعنی یک ایده های خود طرح میکنن، نظرات خود طرح میکنن و بعد موقع عمل که شد دیگه پشت کار خودشان میرن و دنبال نمی کنن به مرحله عمل و اجرا، به ویژه اگه برنامه بلند مدت باشه که بسیار سخت و دشوارتر است. در این قسمت چی گفتنی دارن؟ من فکر میکنم که این کار قابل حل است. مثلا در جامعه 10 میلیونی اضافه یا کم، 10 میلیونی پیش شما عرض کردیم که فعلا ما آدمایی داریم که سر دانشگاه پیشتی یا پس از پیشتی را خواندن یا اصلا در پیشتی در سطح ماستری بود دانشگاهی را خواندن، توانایی زیر دارن که همکاری کنن پیدا میشن، ولی زحمت کار دارن. ما نباید تمام از اینا رو بگیم که نمیشه، نه، ولی از اول کار، ابتدای کار اصحاب دانشنامه راست میگن که اعتداد نکردن همکاری، اونو کسایی که صدایش برآمدن نکردن همکاری، اونو کسایی که بودن شاید خبر شده باشد گالی میگن ما بر شرایط ما نکردیم همکاری، خب بودن همون چی؟ حتی خبر نخواد که خبر نشد، باشد نکرد. ولی آلی که این مثلا این کسایی که با این قلم های خود این را زیر زربین گرفتن، اون زمان خب باز اینا ملامت است. وقتی که اینا را دعوت کنه که بیاین مثلا را حل کنیم، خب باید حل کنن دیگه، باید باز بگوید که بله ما قد شما همکاری میکنیم، ما همکاری میکنیم، نفرم برای شما پیدا میکنیم، ما فکر میکنیم که پیدا میشه. اگر نکرد جامعه ما در این سطح ابتزالگرا شده باشد، اجازه میدن که وقتی که 130 سال یا تا 300 سال دیگران نوشته کردن، این بار بگذارن که تاریخ خود از این مردم نوشته کنن هرچی که دیگه شد شد. ولی این کار باید کمر بسته کنن، رای عل منصفانه را پیدا کنن، تاریخ از زبان خود برای دیگر دنیا خود معرفی کنن. امو گونه که هست، امو گونه که منبع پیدا کردن میتونن بسیار سب از کار آشار صرف نظر کنن. او کارهای آشاری، او کسی که رفته تا سنف 12 خوانده بازده خزدی، او گوار پس کنن، او گوار پس کنن. این کسایی که هر کس که بوده کورس سواد آموزی خوانده، از کار سواد آموزی باز یک قومندان شوار کرده، او گوار پس کنن. یک میار قرار بیتن، یک میار که چی صده افراد، چی صد اشخاص، چی گونه شاعیره، چی گونه اساتیده، در کدام صد معرفی کنن، هر کدامش برنامه داشته باشن. اینی هم پیشنهادی ما برای از اونا و سوالی جوابی سوال شما. آخرین سوالم به نظر شما، حالا یک کاریست که صورت گرفت، جلد اولش برآمد، ویرایش اولش، ویرایش دومش هم که به این شکل مورد انتقاد گسترده قرار گرفته. در کارهایی که هزارها ها انجام میدن، پروژه ها، برنامه های کوتاه مدت، بلند مدت، به نظر شما از این کار دانشنامه چه درس هایی را میشه گرفت؟ اگر این را یک تجربه قلم داد بکنیم برای خب یک کار که در عرصه هزارها، در قسمت هزارها صورت گرفته با نواقص خودش یا نقاط قوت خودش، چی درس هایی میشه از این گرفت که هزارها به نظر شما باید مد نظر داشته باشن برای ای که در آینده دچار خطاها نشوند و با خطای کمتری موفق تر کارا و پروژه های خودشان را پیش ببرن؟ ما این تو فکر میکنم که این کار کاری اول بود. این آدم باید این قبول کنه که تجربه هم نداشتن، تجربه هم نداشتن، کار شروع کردن، خب این کار بدون عیب نمی بود. ولی این پویایی جامعه هزاره، آگاهی جامعه هزاره نشان میده که این مورد انتقاد قرار گرفت.
این از انتقاد نباید فرار کرد. قبلا شما گفتیم که در کشورهای غربی اطفال خود با روی انتقادی تربیت میکنن که امروز علم و دانششان زمین رو تسخیر کردن، حال در پای فضا برآمدن و ما و شما هنوز هم مصروف فیزیستیم که طهارت با سنگ خوب است یا با کلوخ خوب است، آیا با کاغذ تشناب هم میشه یا نمیشه، هنوز هم از این عبور نکردیم. ما باید این قبول کنیم، حتی دستاندار کارهای دانشنامه باید قبول کنن که چقدر خوب که ما مورد انتقاد قرار گرفتیم، چقدر خوب که این در حقیقت ارزش گذاشتن به کار زناست، از یک نگاه ارزش هم برای کار زنا گذاشته که این کار که شما میکنین بسیار با ارزش است، هوشیار شوید، خوبتر نوشته کنین، نقایص رفع کنین، نقایص رفع کنین و جامعه ما نشان دادن که جامعه است که در نفع و ضرر خود فعلا میفهمن، اینی آگاهی رو پیدا کردن که میفهمن که چیگونه به سوی کدام راه روان است. ما این به فعال نیک میگیریم، یا تو اگر انصاف داشته باشن اصحاب دانشنامه برای زونا کار خوب شده، اونا میتونن این آغاز کار کاری پخته تر کنن، کاری پخته تر کنن، این کار کاری خوب است و این کار شده نیست. بسیار خوب، سپاسگزار. و امینجل جا داره که بگویم که خب دوستان نویسندگانی که در کار شاهنامه دانشنامه پوزش باشه و این شاهنامه میاید در ذهن من، ولی دانشنامه کسایی که در کار دانشنامه بودن، دستان در کار بودن، اینا اگر خواسته باشن میتونن در این برنامه بیاین، حاضر شون و صحبتهای خودشان با مردم داشته باشن. و هدف از این برنامه این نیست که شکافی در بین نخبگان هزاره ایجاد شده، بین مردم هزاره ایجاد شده، بلکه نگاه دقیق تر هست به یکی از کارهایی که در عرصه هزاره صورت گرفته و همچنین برای تقویت این ارتباطات بین هزاره ها می باشه. آقای عدالت عزیز خداحافظی کنیم نه؟ ما قبل از اینکه خداحافظی کنیم از شما تشکر داریم، از دوستانی که فعلا ما و شما رو دیدن و در آینده میبینن نظار سپاس میکنیم. امیدوار هستم که با کامنت های خوبی خود شما را در جریان بگذارم. ما در آخر شخصا از شما یک خواهش داشتیم که شما در سایت وزینی کابل پریس یک زحمت بکشین، چون مثلا مسئله سرنوشت است، اینمی نوشته های انتقادی که در ارزش اکادمیک داره، ارزش اکادمیک داره و همچنان دوستانی که از این طرفداری که در ارزش اکادمیک داره، امینا رو شما جمع کنید، امینا رو یک زحمت بکشید، این زحمت یا کسی با شما هم کاری کنه، اینا رو در سایت کابل پریس من ایسی یک اسناد بگذارید، من ایسی یک اسناد، بسیار اسناد قویسی ارزش از این نوشته های انتقادی از خود دانشنامه هزاره کم نیست، این سایت شما رو بسیار غنی میسازه. شما هر روز که فرصت پیدا میکنین اونجا بگذارین، هم یک بخش بگذارین دانشنامه هزاره، اونجا نوشته کنین همین اینوانی که امروز بود، همین سخنرانی را بگذارین، همین نوشته های انتقادی که ارزش داره. شما چون میدانین ارزش اکادمیک، یا خواهش ما شما شخصا نیست که امور جمع‌آوری کنین و در این سایت وزین، چون کابل پریس خودش فعلا یک مدخل است، یک آدرس است، بسیاری کسا بسیاری جایا آدرس میپنن، این ایس یک سایت معتبر میرن، از این استدلال میکنن و همین زحمت شما بکشین، این می چیزهایی که اینجا مانده بودین اضافه تر همین ها رو جمع‌آوری کردم اونجا بگذارین که در خدمت شنوندگان باشن و از این استفاده کنن و در آینده هم استفاده کنن، در آینده هم استفاده کنن. یعنی هم خواهش ما بود باز دیگر از شما بسیار زیاد تشکر که ما را میمان کردیم و دوستای محترم، همون چیزی که ما میدانستیم بدون ترس و بدون غرض و مرض، از نگاهی آن چیزی که ما فکر میکردیم که به نفع مردم ما و شماست و به نفع اصحاب دانشنامه است و به نفع منتقدین است، با آقای میرزار به بحث بررسی گرفتیم. همه شما که ما را میبینیم و سلامت باشید.
سپاسگزار از شما و از بینندگان عزیز. در آخر میگم اگر سابسکرایب نکردن برنامه را میتونن در این آدرسی که روی اسکرین هست برن، کانال را اگر سابسکرایب نکردن روی آدرسی که در روی اسکرین هست برن و سابسکرایب کنن تا برنامه را مثلا کانال را دنبال کرده باشین و حتی نوتیفیکیشن را میتونین بزنین اگه برنامه های جدیدی ما داشتیم بتونین دنبال بکنین و ببینین. سپاس بار دیگر از آقای عدالت عزیز و از شما بینندگان عزیز. روز و روزگار خوبی داشته باشین. خدا یار.